ای گنگ اونجایی بس... که بودی خودم نباشم سامان رو بیتدی دو تا درام آره آره سامان اره. خیلی اولی ما رو دقت کردم چیز پوون واقعا خفنه این خ... یعنی تأثیری که پوون رو صحنه گذاشت از این تأثیری که مثلا وان سینه لایف تایم واقعا آره. یعنی یه صحنه رو بعد پت... خیلی نامحسوس تاثیر گذاشت آره. اصلا اینجوری نبود که بیاد بگه من پدره مثلا فلانم من این کارو کردم حالا شما طولا بیاد جلو نه کار خوشی کرد فوشش رو خورد الان رسیده به جایی که تازه فهمیدیم که او چی کار کرده عشق و حال هاجی عشق و حال آجی توی یه فهم چه جوری؟ توی یه فهم قلبه <تصفح> آجزاره آجزاره آی زاره ایو آی زاره ای خیلی دوست بشینیم یه صحبت باش بکنیم راجع به چیزش گذشته سیر رضایی ها فلاکت اونا چی شده آدمی بود که رب میخوند فوش میناد دیست میکرد آره میکن. بعد اصلا با هیچ کس مثلا توی دایره بود یارو نه اینکه مثلا چه میدونم با فلاکت ویدیو داره بعد چی بعد الانم الان دیسلاوای که من میخونم نمیدونم چه سبکی اون رپو خیلی باحاله که قاطی کرده واقعا ما پاپ بعد اون تو جان خوش اون فوشو فوش فوش یعنی قیافه رو میبینی رپر بوده من چه که اون میکنه ولی باحال بود یکی از بابا 10 میل فالوور داره من دیروز تو پیجش بودم مثلا ریده بودم تو خودم ده میلیون فالوور داره اینستاگرام اند And... ساسی مکن چقدر داره فالوور نمیدونم هر چی داره فکر می‌کنم یه چیزی ساسی ازدواج کرد از طرف استار تبریک میگه ساسی جان و چی اه... میگن جالا که دار شدن. بچه دار نش... شده بچه بچه دار شده آره تب... قدم نش به دنیا نمیارن ها ان شاء پایدار باشید با کفن با لباس سفید برید با شفر سفید براتون میگم <تصف> اینو میگم این تا آه. آخر اون با هم باشید آره مبارکه و اینکه خیلی خوشحال شدم ساسی واقعا ساسی هفت تا 8 میله نه <applause> نه ساسی واقعا تو طول زمان یکی از کاراکترهای مورد علاقه مم. من داره تبدیل میشه تو این فضا مم. اینقدر این آدم بی و ساکت و چی میگم موقره میشه که میگم موقر درسته نمیدونم خب ولی همین در عکس های هوشمند باید نگاه کنیم ببینیم این جور آدمو چیکار بیشتر اینکه که فوش خورا فکر کنم یک مثلا یکی مثلا ساسیو تو من واقعا آره باید ببینیم که اینا چیکار کردن که نتیجه گرفتن همون پیاده کنیم ما که اینجوریه که مثلا تای فوش می‌خوریم سری استوری میزنیم شما کیلو برم نیستید برو برو که من فلان می‌کنم تو کجا بودی فلان ریده میشه تو حاشیه ولی نمیدونم شاید هم بستگی به این داره که ایمان داشته باشی به کارت ها احتمالاً آره چون میدونستان اینجور آدمو دارن چیکار میکنن تو این مسیر نساته از یه جایی بعد مشخص تا یه فرمول موفق پیدا کرد که خیلی موفق بود یعنی آره که قیامت تو تونست قیامت, و تونست قیامت, و تونست قیامت اون ژانر خاص خودش رو تونست انقدر پافشاری بکنه آره که یه جایی یکی از چاتن ژانرای رادیو ای ایران و... جوانو... آره. آره. از اون طرف ساسی هم یه مسیر آلترناتیو دیگر بشه ساسی خیلی ساسی هم از اون نماس که تست میکنه یهو و با جفتشون خیلی دوستان راجبه سیر پیشرفت کریرشون صحبت کنم تصمیمایی که گرفتن چه محرکایی داشت مثلا آره. چی شد که باعث شد آرمین تو ایران بمونه و پاپ سار بشه مم. آرمینی که اصلا تو هر تو طول کریرش همیشه اون هاردکور رپر گروه بود هاردکور رپر حالا آره 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 نه رپر زایا وقتی میخوند آره واقعا رپر ما یادمون یه ما یادمونه بچه ها یادشون نیست اون ترک نازگل و کرواتی ها زمانه خودشون با. سوپر هیت بودن آره یعنی تو خیابون میرفتی امکان نداشت و این رو خیلی نزدیک شهرک بودن خب من اون زمان شهر زندگی میکردم اون زمان چیز منطقه بود جدی آره سلب منطقه بودن اه... آره بابا هر تاکسیر میشستی هر ماشین رد میشد داشت خیلی دوست دارم که اون تصمیم ها چجوری گرفته شد خیلی یه سوال خاص از توی افم که بقیه توی افم چی شدن من این سال انقدر کنتی با من توی افم اسم حرف اول, اول اسمشونه دیگه اون ای بعدی کجا تو افم یه گروه بود خب واسه این تو اف اسمش که اسم یکیش آرمین بود یکیشون مثلا علی بود یکیشون فرزاد بود یکی محمد تو ای اف ام علی و فرزاد بود. و محمد کجا کارشون کاراشون شهیده بودی؟ آره اون موقع شهیده بودن چرا من اون موقع یکی دو تا خیلی قدیمه خیلی من قدیمه. از خیلی قدیم همه اینا رو گوش میدم خیلی قدیمه نمیدونم اصلا کارشون حتما آره اینو که مطمئنم که تو ایفم اینه خیلی کنشون که بقیه اون ایکیپ چی شده مجاز. اصلا موقع رضایی هم نشید تموم شده بود همون و رضایا چی شد رضایی هم آخری ماش باشگاه فکر هم میخونه هنوز میخونه مجاز. هنوز؟ کنسرت میذارن و مجاز شده تا هم. ولی همون خیلی جالبه پارفاشو نشستن میشه میگم مثلا ساسی به طور خاص واسه من خیلی جالبه یکی از چی میگن مصاحبه هدفای مصاحبه کردم با یه حرفای مصاحبه کردنم ساسیه واقعا خیلی دوست دارم حرفشو بشنوم آخه طرف خیلی حرف نزده اصلا نمیدونیم چیکار کرده دقیقاً خیلی مسیر منحصر به فردی و رفته یعنی ما شبیه ساسی واقعا نداریم یعنی ساسی الان مثلا با بلک کتس مقایسه داره میشه چی میگم ما هیچ آرتیزی از داخل ای همون ما هیچ آرتیزی از داخل ایران نشون که از تو دل ایران از تو دل یه صحنه ای که هیچ همیشه چی میگن محجور واقع شده محجور نه در سناریو مفهوم رسودم با لحن نمیگه میگم معنا دو تا چیزه کلمه یه چیز لحن یه چیز دیگه است لحن چی و چی نمیفهمه کسخل مسخلم به گاو یه گاو وقتی باشم میگن مثلا من دیروز یه پادکست که کردم راجع به اینکه با مردم باید گاو مثل گاو برخورد کنیم حالا تو زیاد بیشتر تو نه مثبتی واقعا آره کاملا از تو پادکست دلوی اصلا پنج ببینید بچه‌ها راجع به تاندون و مثل گاو برخورد کردن ولی آره خلاصه آرمین توی اف بیشتر از چیزی که اصلا من حواسم میدونی اینجور چیزها رو که من میبینم چ... چی... یاد چی میافتم یاد این که آجی چه چیزایی وجود داره ما خبر نداریم ازش دقیقا چه چی... اصلا چه ساب جانرهایی وجود داره خبر نداریم ازش نوه میلیون فالوور که خیلیه میگم از ساسی بیشتر فالوور هست هیچ کیش هیچ خبری نداره اصلا یه دقیقش هم چیزا ماشاءالله خوشبر و رو و خوشسیسه باشگاه برو خفن آرمین عکسش هم دوست هر کی باشگاه اینو من دوست چیز من جدیتا میشم چی فکر می‌کردم اینکه یه سوالی هم بود راجع به آندرریتد ترین آرتیست های فضا آره یه آپدیتی بدیم چون آندرریتد آره. اون الان دیگه خیلی معروفه آره دقیقاً الان اصلا به حقشون رسیدم واقعا محروف. آره مودی خیلی شرایطش واسه من اصلا عصبی هم من ناراحت هم و... مودی الان یکی از مهمترین آرتیست هایی نیست که تو موسیقی فارسی راجعش صحبت میشه واقعا ناراحت کنند است داره میده هیچ کی صداش در نمیاد آره. نمی چه سیستمیه به خاطر مارکتینگ تو یه موقع از مارکتینگ خیلی فلسفه جالبی داره حقیقت هم هست تو یه موقع از تو زیر زمین خونت میشینی بهترین جنس رو تولید میکنی ولی نتونی به کسی بگی که کسی متقاعد کنی که آقا این بهترین جنس دنیاست کسی نمیخردش مودی اون قسمت تولید و گایده خیلی پروژه خفنه ولی تو مسیر مارکتینگ کار باحال کرده و همین آلبومش با هیدن خیلی کمک کرد بهش دم هیدن هم میگه واقعا ولی اون قسمت رو ندارم مشکل است هست اگر من مودی خیلی بی, نز... بی نزیره، کلمه بی نزیر. واقعا بی یعنی یه چیزیه که تو میتونی من گوش میدم تو گوش میدی بابای من گوش میده رها هم گوش میده یعنی از تایملس و چی میگن مثلا همین من گوش میدم من نفرت دارم گیتار الکتریک من میتونم گوش آره بدم حال سولو میکنم. گیتار میشینم من سولو هاش میشینم واقعا هیت میزنم خیلی خفنه بودی بابا یه دفعه آرش ز 90 رو بهت نشون دادم نه آره ووتنگر بس آره. دادم آجا این تصویر سازایی که با فضای موسیقی فارسی تو هم رفتم مثل نووا نویز مثل آرش زد آرش خیلی اونها هم خیلی کم تر از حقشون بشه یا پوستر کینگ ویزارند لیزارد ویزارد زده کلا خیلی به اون قسمت گرافیک و این چیزا توجه نمیشه خیلی کار آرش خفن کلا کل دنیا هم اینجوری بشه من آره. دیگه تو چند تا گرافیست تو دنیا میشناسی گرافیک دیزاینر آره راست میگی اون یوری راست میگی یعنی اگه تو فضا یه کارگردان بازیگر میمونه کارگردان کارگردان نویسنده کل فیلم میمندن بازیگر است که معروف میشن آره 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 و ترکیب نووا و مودی از قدیم خیلی خفن بوده من همیشه دوست داشتم آها نووا اونه آره آره, آره،, آره،, آره، خیلی کاراش یونیکه مثلا خوش سلیقه ترین آدم ایرانی که دلایلی که باعث شد من, <تصفح> من کلیک کنم رو آلبوم تو البته تو منو کردی ولی آرت ورک رو میبینی حشمت میریزه حاجی بازار ان اف کلا تو ایران یکی از ابزورد ترین چیزاییه که وجود داره خب نووا تنها کسیه که من به بخ... چه تنها کسی که مسیرش تو اون ور رو من دارم دنبال دا میکنم آنا. و موفقیتش خوشحالم میکنم میدونی چی میگم نه همه اومدن بیکار رفتن و دیگه هوله آخرشون دارن میزنن الان موقع علک شدن آرتیستایی که تو اون فضا فعالیت میکردن آرتیست که چی بگم آره فروشندایی که تو فضا فعالیت میکنن و کم کم اون آرتیست نیشا فقط دارن باقی میمونن که نوانو یکی از بهتریناشه به بدون شک این ایده ای که گفتم بازیگر کار هنوز آره. هموز که هموزه... من با قدیمی های بچه های قدیمی تر حالا سن بالاتر صحبت میکنم همین هنوز ایدشون که مثلا آقا پرودوسر بیت میزنه دیگه آره. که رو میخونه بعد خیلی جالب بود که کوروش تو کانال تلگرام گفت تو همین مایا که پرودوسر ها دارم مثلا دیگه کل کل, کل میکنن بابا شما برید پشت میک ببینید میتونید بخونید کسی که میره پشت میک رپر است فلان یه هنوز همچین وجود داره خیلی عجیبه و نه. مثلا الان تو فضای رپ فارسی ما واقعا پرودوسرامون یعنی ما هیت میکر داریم یعنی یه نفر داریم که مثلا هاج ملت الان خبر ندارن خب ولی ما تو میدونیم مندسن چقدر هیت داره تو فضا که ریلیز نشده مندسن تو 6 ماه آینده منفجر میشه این آره آره بچا الان می مندسن رو فالو کنید بیت میخوایم بخرید الان آره موقعی که آره قیمت ارزونه <تصفح> بعد اید بعد مثلا بهار بگه قیمت حداقل چهار برابر میشه مندسن سن... اصلا هر هیتی تو مارکت این اونور گوش میکنی کار مندسن این کار اوه تو فرض کن اولین چیزی که از موزیک میشنوی چی واقعا شروع موزیک بیت دیگه اگه حالا اون بیت بد باشه اصلا تو کل ترک گوش نمیدی یه خورد ساده خیلی ساده شده شو بخوای نگاه کنی نقش پروزه خیلی اونجا مهمه چی فکر کن مثلا اون بیت عراک اون بیت مثلا فکر کن برسه دست کوروش من همه حرفم اینه آقا تو رو قرآن کوتا بیا یکم کار کنیم با <تص> 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 مونده فجر میشه من زندگیم خوب میشه متاسفانه هم. همینه دیگه اصلا راجع به آلبوم کوروش همین صحبتی که میخواستم کنم بعدی آره، که آره، آلبوم بعدی که قرار بده آلبوم بعدی که بده این وسط آلبوم بده سونامی آره این ردبول فکرم یکی از ترکاش سینگل یکی از ترکاش های، اره، بود که یعنی با, با کوروش من همزمان بدن یکی کم برنامه اینجوری به نظر من اشتباه ولی همین راجع به آلبوم تنه در خونه هیچ اطلاعی نداریم نداری باید. من امیدوارم خیلی یعنی امیدوارم که کوروش یک کم از فضایی که توش هست فاصله بگیره شروع کنه امتحان کردن چیزهای دیگه اینی که تو گفتی خیلی ایده خوبه با پرودوسر جدیدتر که تیست یه تیست جدیدی میتونم بدم موزیک کار کنه چه میدونم یه جا... نمیگم ژانر ولی خب یه همون تیست بتن کلامش یه حس جدید رو امتحان کنه تو هستن چون کاراش همکاریش با آرتا و حالا آرتا که پرودوسر نیست همکارش با سامیلو و پروسرای دور خودش دیدیم چی عذاب در میاد یعنی بعید بهترین کاراشو آره بهترین کاراشو تو همکاری با اون اعضا شنیدیم دیگه تقریبا امیدوارم چون کوروش خیلی آدم چیزیه پیک ام... که که مثل مثلا پوبون که راجعش صحبت تست کردم واسش خوشاینده معلومه یعنی به اون اون لولی از کریرش رسیده که میتونه از اون فرموله بشینه و تا اول استفاده کنه ولی این کار نمی کنه. نمی کنه. و فقط مثلا اینه که اون آزمایشی که داره میکنه میتونه انقدر جذاب تر باشه با همکاری کردن با یه سری آدم مثلا تو گوشه های مختلف فضای رپ فارسی که من و... من کروشو خیلی دوست دارم امضاش خیلی دوست دارم یک به نظر که از بهترین آلبوم های رپ فارسی من خیلی من اول موقع اصلا باورش گوش نداده بودم من قدیم گوش نداده بودم. تو گوش دادی الان جیدا آره من اون زمان فاز این بود که واقعا فاز الانیاس جیدا و فلان جیدا آره. فقط برام آره تو اون چاله بودم بچا مثلا نمیدونم چه آلبومی وجود داره بعد واسه ریویو ها نشستم فورتونی یکو گوش دادم پشمام ریخته بود واسه مثلا یه مثلا یه ترکایی داشت که واسه 2019 فورتونی یک بود 2020 ده، نه ده، نه قدیمی ترکایی داشت که الان اگه بیاد مثلا هیته یعنی انقدر روبه به جلو آینده نگرانه هم. بود ببین چی میگم فکر کنم اون آلبوم وانت، وانتونز بر, بر خود کوروش بود برای خود کوروش بود کلا اون آلبوم بود که ترکوندون برند به نظر من کوروش کر... به نظر من به... با اینکه تو نگاه اول یعنی فکر کنم یه فرصت از بیرون بیاد نگاه کنه امضای آرتا و سامیلو و کوروشو بعید میدونم بگه که کوروش سوپر داستانه ولی تو خروجی داستان به نظر من الان بدیهیه که کوروش من آرتا هم دوست دارم کاراشم دوست دارم امضاش هم دوست دارم اتفاقا ولی به نظر من کوروش هم برند بسریش هم, مسیری های. که پیش گرفته هم همکاریایی که داشته مجموعه هایی که منتشر کرده همه دقیقا نمیدونم نقطه عطف کجا آره. بود ولی یه فاصله گرفته کروش از بقیه آره. اعضای گروه یعنی سو... سوپر بودنش خیلی مشهوده من فکر کنم یه توی موضوع چی میگن توی موقع... موقعیت ها اینو اثبات کرد مثل چی مثل این بیف کردنش آره آره خیلی عجیبه های سه ساعت که منده هیت میشه بعد از اون یهو بیف میکنه و یه سری با اپیکور بیف میکنه دیس می... چی حالت بتل رپتوری می پشما پشمای آدم می روزه. من فکر می میکنم یه جورایی رو چون تو یه شاخهای مختلف اثبات کرده یه جوری می درخشه تو اون گروه می نشیم تو وانتو خیلی می درخشه یکی از دلایلش اینه جل بسری خیلی مهمه یه ب... ویدئوی رقص چیز دیدی مثلا روتین سه چهار نفر آره، آره، آره. تو یکی آره، آره، آره. اونه احساس خد. میکنم کروشو رو یا یه چیزی وجود همین داره همین نمیدونم چرا هم ولی این بقید. من خیلی بده من رو که اون دوره بود که رفارسی دو مال میکرد یه مقدار هنوز واسه من جز مجموعه ها اون لابل ها این فاصله مجموعه ها واسه من یه سری علامت سواله خیلی دوست دارم اون لحظه ای که کروش جدا شد از بقیه این جدا شد مثلا کی جدا شد رفیق صمیمیان و کارشون تو یه لولن تو تقریبا ولی اون لحظه ای که کوروش اون دیوار رو تونست رو من خیلی دوست دارم آره مثلا دو سه قدم دوسته. جلوتر آره،, آره 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 چون صد یه اتفاقی افتاده اون وسط وسطا من حس می‌کنم همون آلبوم فورتونیه آلبوم فورتونی دراپ شده این رول اوتش هم من خبر ندارم چه جوری بود اونم کنجکاو آره. من هم وانتونز هم ما خوش بگذره بچه‌های وانتونز چون ایرانی ترن من میگم یه مدت طولانی تری از زندگیشون رو ایران گذروندن حس می‌کنم اون همزاد پنداری بیشتر دار وجود داره حرف راحت‌تر می‌شه میگه چی میگم تا نسبت مثلا یه سری که مثلا 20 آره. سال ایران نیستن. آره, آره. مصاحبه اینجوری داشته کلا کوروش اینو آرتور من خبر ندارم که بشین حرف بزنن دا درصد داشتن توی تو خودش خودشون احتمالاً مثلا اصلا حرف زدن یه ویدیوهای خط قرمز بکنم آره اون دیدم ولی یادم نیست دقیقا حرفشون چی بود آره خلاصه ولی چیز حالا از اینکه بگذریم چی می‌خواستم بگم درد می‌کنه چرا چطوری بودی لینک <تصفح> هیت <تصفح> 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 <تصف من بیت پرود بایسین در آنلاین شده تو خیلی دوست داشتم فقط دوست داشتم حال... این روی کرده که مثلا روی بیت چیل ترپ اونجوری بیاد اصلا نمیدونم این علامت سوال تو ذهن من ببین میتونه سرک بدی نباشه اگه دیست نبود میتونه مثلا سرک اوکی باشه کلا ولی خوبی نبود تصمیم خوبی نبود از چیزی خوب دفاع نکرد نتونست خوب حمله کنه به کسی یه چکی بود که نباید میومد بیرون دیگه جیدال نظر کریرش نظر, نظر جی... من میگم تک مشکلش چی بود مشکل بود که ممكن... جیدال تلاش نکرد مشکل رو حل بکنه اینجوری نبود که خب این دلیلش این بود شما کوسچرین راهکاری که پیش گرفت بود که شما کوس من حالا افتضاحه رو ترو دادم دلیل آره. دلیل شما آره شما ولی کوسچری آره. شما کوسچری تری میگم مثلا من لینکشو داشتم شما رشته شو داشتی آره. میگم آره. مثلا من اینه که ولی ما اصلا مهم یعنی شو داشتین شو شوال درسشو خوندین مثلا این, این کار تا تاش رفتین من تازه شروع کردم یه چه فازی مسئله اینه که اصلا مهم نیست دیگه الان چیکار میکنن توی موقعیتی که الان هستیم مسئله اینه که چرا این لینکه تو کلیپ بورد بوده آره ام. این ده... میام است یک از است یه ب... بچه‌ها هاست... ب... بچه هاست... من ماشاءالله پی کار میکنه واقع واقعا نیست بچه سه هاست... دارن پیار میخونن اطلاعات کسب میکنن یه بچه‌ی هاست... پی خونهمون. خونمون اومد و گفتش که بهترین راهکار اینه که همین امروز همون روزی که استوری گذاشته بود بیاد یه ترک بده که آره دیدید که با حاشیه چقدر میشه ویو گرفت مثلا اینو بندازه سر اینکه میخواستم از قصی حاشیه درست کنم بعد این ترکو بدم میجی میگم من نشون بدم که چقدر راحت این کارو کردن یه چه این فاز اره. ولی این دو روز گذشت رو یه ترکی داد که نه تنها اون مسیر رو پیش نرفت مسیرش این بود که حالا اینو ول کن حالا اینو ول کن لینک رو گذاشتم لینک گذاشتم شما گفت این بود راهکارش. کارش یعنی بدترین حالت ممکن تموم کرد داستان ترک رو نمیداد بهتر بود ترک اونجوری میدادم بهتر بود بدترین حالت بود که ترک اینجوری که هیچ مشکلی حل نکنی فقط تاکید کنی روشو سه آره بذاری همین مشکل این بود که تاکید کرد اصلا توی ترک اسم اون لینک رو نباید می چرا تو ریاکشن میدو گفتن حاجی تو اخبار سی سالیه دو سالیه اصلا یادت تیتر خبری اینکه جی دالین کرده که یاد نیست خب تاش یه ترک از جیدال وجود داره ولی تو کاتالوگش تو سانکلود که توی ترک خودش داره میگه من این کارو کردم اصلا بقیش مهم نیست داره میگه من این کارو کردم چرا باید تو ترک خودت خودت بیا اینو بگی که تا آخر عمرم بمونه تو کاتالوگیت دقیقا واقعا یه جور غریب خیلی بعد آرت بورگش افتضاح چیزی بود که من تو زندگی می دیدم اصلا نمیدونم اون چه جوری گذاشته بالا یعنی یه صفحه مشکی بذار یزید یه صفحه مشکی بذار به فونت اریل بنویس جیدال لینک خیلی از اون بهتره شما آرت آلبوم عرفان رو دنی اساسی رو یاد نیست او صدیق و عمر آرش, آرش آرش, کار میکنه باشه کار میکنه با, با جیدال اصلا مثلا من همین آرش هست یه دونه اسکرین شات از اینستاگرام آرش بگی بذار اونجا بهتره با یزید اوکی که باش آرت بورک قبلی تو نگاه کن اینو نگاه کن خدای خدا آرش بنده خدا نمیدونم چی فکر میکنه یعنی ناراحت بودم من جو آرش بودم خیلی ناراحت میشدم فکر کن دهنم مثلا 20 تا که خر زدم واسهش خفن بهترین آرتورک های صحنه واقعا یارو تصویر سازی سفت فون همه رو خودش زده یهو این اه. نمیشه خیلی که بده. خیلی بده موضوع بعدی چیه؟ موضوع بعدی دیسترک جرشا موضوع بعدی دیسترک جرشا جنگ دیستر داخلی, داخلی گوش... مازندران داریم آجی. من هنوز گوش ندم جنگ داخلی که آخر باید ببینیم که حریفا چه جوری ان میگن حریفا که کاری بکنن من الان ایم... توی اون حالت هم که گفتم من از این چیز خبر ندارم آره. من واقعا از جرشو کریش خبر ندارم به جز خانوادگی دوتا تا خانوادگی از شنیدم همونه داستان تا همون هست. آره و... من اصلا نگیدم چرا بیوم برای مثال میخوام اینم تر... که چهار این جرشه یکی رو دیس میکنه چقدر همه میگن آره جرش راست میگه میگن. جرش خیلی با تو این نداره بهترین خب دوستان رو عظیم از این مسیر وارد بشم آره یکی از آدم نه واقعا یکی از آدم آره که اصلا مثلا برند پول هم. بگیره پول وارد میشه ادامش اینه که جرشاد هم باهوشه و میدونه که الان تو این مرحله از کریرش که یه سری آدم اومدن که با سرعت خیلی زیاد و شتاب خیلی بیشتری دارن کریرشون رشد میکنه چه میتونه از این فرصت استفاده بکنه تا اون پوشی که پشت کریر خودش هست بیشتر بشه چون جرش یه لینکی هم با اون جنبش داشته جرشاد میشه با اشکان کار میکرده اشکان اون موشکیه که رفارسیو رو داره میبره مم. بالا خب به نظر من یعنی واقعا فکر کرده استراتژی که به ذهنش رسیده اینه که من اگه کنار این افراد باشم یا در مقابلشون باشم دو را... آره دو تا دو حالت که سود داره کنارشون بودن احتمالا سختتر بوده و در مورد اشکان به طور خاص دارم اشکان رو سروش دارم و این مسیر رو انتخاب کرده که مقابلشون قرار بگیره و از اون طریق از این جنبش استفاده بکنه واسه اینکه برند خودش هات نگه داره تو من... میگی یعنی فکر بوده باشه این دیساک هیچ فکری نه من میگم فکر بوده نه بابا با, با. جرشا از این کر... با... تو چی آخه همین چرا بعد ام... لیریک نوشتن توی با نه 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 استوری بذاره خب بگه میتونه خیلی وقت استوری میذاره راجع به جدی نه اینجوریه نه حال نمیکنه میگه آه. نه من به نظر استراتژی حساب شده سره به نظر هیچ حساب شده هیچ از برنامه‌ریزی نه نه دیس استوری گذاشته خیلی سمتش هیت رفته و احتمالا از اون دست آدمایی که فکر میکنه من حرفم مو تو موزیک میزنم دیر قبل آره. آره. حرفم مو تو موزیک میزنم موزیک کرده حرفاشو من موزیک هنوز تقریبا غیر واسه من غیر قابل گوش دادن امضایی که داره تو موزیک بس موزیکش هیچ موقعی دنبال نمی‌کرد میگم رو میشه اونوری آره صرفا به خاطر موفقیتش و سمت ما بودنش من میشه یه ریش جذابیت اینو داشت که یه آدمی از جنس خودمون داره موفقیت میرسه با و باهوش داره یه بیزنس سنسی داره داره این کارو میکنه اینش واسه من جذاب بود تو سمی میگم بعد میگه یهویی آخه تو مگه میشه یهویی پاشی به یه نفری که هیچ کاری نکرده و هیچ ربطی هم به تو نداره و هیچ حرفی هم راجبت نزده و اصلا شبیه تو هم نمیخونه تو فضای تو هم نمیخونه تو یه مسیر کاملا جدا شروع کنی کوسچر گفتم من دیسترکت بدی داداش یه تو فکر کنم با آدم قدیمی تر هم صحبت نشودی آدم قدیمی تر اینجوریان که صحنه باید بالا سر داشته باشه یکی بالا سرش خب با پدر داشته باشه و کنترل کنه این صحنه رو خب من فکر میکنم تو اون مایاس به خاطر اون از داشت... شاه مازندران بودن به خاطر اینکه نه استوری گذاشت که صحنه داره مارکت داره به گوه کشیده آره. و فلان خودش جزء مارکتی میدونه که دل براش سوزونده و یه نفر احس... اگر توی ژانری فعالیت کنه که خودش قبول نداره احساس میکنه داره به کار خودش هم ضرر وارد میشه اون فاز پدرانه اون چیزا و استوری میذاره به خاطرش یعنی هنوز اون درکه وجود نداره که تو یه سن چون میگن یعنی یه دایره است یکی یه گوشه داره دایره داره فعالیت میکنه یکی یه گوشه داره یکی یه گوشه داره اگر این اینجا داره فعالیت میکنه به, این به من هیچ آسیبی نمیرسه اتفاقا کمکم داره میکنه به نظرم به این درک نرسید و واقعا تنها دلیل این که اون استوری و دیسترکو داره که عصبی شده دیگه آره واقعا هیچ دلیل منطقی دیگه بزنه من نمی‌رسم موضوع بعدی چی بچه‌ها؟ موضوع بعدی ازدواج خلسه آشخونم تبریک میگم. تبریک میگم کجا ازدواج کردن؟ ترکیه ازدواج کردن. آخه دفتر عقدش هم ایران بود خیلی اون مراسم. نمی‌دونم، یعنی اصلا چجوری ازدواج میکنن تو خارج از ایران؟ واقعا؟ میگن رو چلیزو بوست کردن. ما که نمیشد با یه انگشتامین امضا که ازدواج کردیم. نا بوست میکنن چلیزا. جدی؟ من ویدیو نیلوفر رو سپری داشتم میدم تو مرز ازدواج کرد. باز زورش سنگین گرفته. من ریاکشن ویدیو کجا بود خلصه با کی بود با با جی جی خونه بود خلصه ازدواج کرده بعد با موزیک یه آدمی که ازدواج کرده بچه ها لاشی بازی و... میکنن تو خیلی لاشی تو که منو من, من و تو که نیچی بچه ها من لاشی بازی در بیارن و کسافت کاری کنن موزیک چی بنایی میکنن خنزه بنایی میکنن دیگه دادش یارو با رزدواج کرده خلصه عجیب نیست. کاپل مورد علاقه منم واقعا تو خیلی با فارسی خیلی با خیلی با خیلی... خليل... هم... هم شخصیت های خیلی با حضایی همین هم که چی <coughs> آسنتیک بودن برندشون. من خیلی جذابه. به طور خاص مثلا چی میگن من وقتی اصلا خلص و نیلو میبینم دو تا سوپر استار که فضای تو فارسی جز هات ترین رو نمیبینم دو نفر میبینم که مثل خودمون هایی دارن زندگی خاص خودشون رو دارن مثلا انتخاب کردن کت خلصه تو اون ویدیو انقدر چی میگن انقدر خودمونی بود آره بی دیوار ارائه شده بود واسه من خیلی خوشایند من ی... یکی از جذابیت های این برند این دو نفر واسه ای من اینه آره خلصه. اصلا چی میگن ماهیت برند رو این چیده واسه پری هم هوشه هم جرعته میگه شجاعت واقعا یه بخش زیادی از برند خلصه است یعنی خیلی از کارهایی که خلصه کرد و هیچ کس دیگه ای شجاعت انجام حالا حالا ما ملت دارم از کنن لباس خیلی لباس فلان بوشیده بعد یکی این خیلی یکی میگم کلن این که میبینم آدمایی که دوست داریمشون و دنبالشون میکنیم به ثباتی رسیدن توش دارن زندگی میکنن و خوشحالن من خوشحال میکنم آره لذت بهم امید میده بیشتر آره. از همه چی که ما این مسیری که داریم میریم یه انتهای واسش وجود داره که امکان داره با لبخند بتونیم زندگی کنیم میگم مثلا خوشحالیم تو این اپیزود از... آره اکسای ازدواج ساسی مثلا خانمش که بیبی بامپ داشت دارم میشه آره آره انقد... ساسی آره انقد منو خوشحال کرد چی میگن حال یه, دیگه. یه یه, یه دست... زیاد منه نه نه یه چک از زندگیه که ما از بچگی که بزرگ شدیم خیلی دور بیدیدیمش و غیر قابل دسترس بچه و از... میگفتم. یه چک که خیلی غیر قابل دسترس میبینه آدم دقیقاً از بچگی که هم همین الانش خیلی غیر قابل دسترس میبینمش بعد میبینم یه نفری که خیلی دوستش دارم خیلی شبیه خودم حس میکنم هست یا چه میدونم نزدیک بهم به یه جورایی نزدیک فیزیکی و اینه که اصلا شبیه دیگه رپ میخون من رپ جوش یکی یکی توی توی جا... سنف زندگی با حالا یه جور قابل دسترسی میکنه اون چک پوینت دیگه رسید دقیقاً و, و چیز آره همین امی... امیدوار کننده است یعنی که چنین واقعا یعنی اینترنت از این طریق کمک میکنه چون واقعا اگه چنین تصویرایی نبود من, من تو این اهل زندگی که تو اینجا داریم می زندگی میکنیم و اینجوری داریم می زندگی میکنیم امیدواری به یک چنین هپی اندینگی واسه زندگیم تقریبا غیر ممکنه این که همین دیدن این آدم ها واقعا امید میده به آدم آره. به من امید میده نمیدونم حس خیلی عجیبیه خیلی هم در این حال ناراحت کننده است هم خوشحال کننده است نمیدونم چجوری جوری داشتم مایندست داره دیگه ما یه سری آدم رقابتی خیلی فکر میکنن اون اونجور آدم باید میدونم امید بگیرن از این قضیه میگن چی میگن فاز اینو میگن که ای بابا اینم ما به ای جان رسیدین فلان بریم کنیم اسم من است، سیو من است. خوشبین تو خودت آدم خوشبین میدونی یا بدبین میدونی؟ من تو هم بدبینی بابا بدبینم ولی جلو شما داشت کیر شما هم بد شما کیری خوشبینم نه بابا تو هم بدبینی من بدبینم ولی تو کیری خوشبینم نه بابا نه یه من به آدما خیلی بی اعتمادم آره آره بدبین اتفاقی نیستم که وای داریم بگام میریم ولی به آدما کیه که همه رو دشمن میدونم من بدبین اتفاقی ام هم. تو همه چی بدبین آه. تو هم آدما رو دشمن میدونی من, من خیلی آنتی سوشال طور شدم یعنی آدمی که مثلا یعنی مثلا من با تو رفیقم یه نفر اینجا باشه که یه لول دورتره مثلا دوست تو یه دوست یکی از رفقامونه میگم من تا مطمئن نشم که اون آدم مثلا نیت بدی نداره اصلا یه جوری ناراحتم یه ناراحتم آره. یه جوری اکی... معذب و ناراحت چیزه تو من از وقت اینجوری من همیشه اینجوری بودم من خودم اینجوری ام ولی تو هم اینجوری من, رخب... من آخه هاکی من, من اینجوری من من بت... این مصاحبه خودم چرا دوربین نمیدونم بگو مصاحبه ها اون خودمو نگاه میکنم میگم که فرشت چرا اینجوری چرا هر چرا چیزی که میخوای بگی و نمیگی من خیلی آدم نباید دورم باشم میفهم حاجی آجا من واسه چی من یه جوری داشتم شید. تو لایو هم سری کی بریک سورو سنگین داشتم خیلی عجیب داشتم راجع این سکیوریتی هم صحبت می من به دلایلی حالا خیلی بیشتر نسبت قبل این سکیور میشن یعنی تو موقعیت های بیشتر این سکیور میشم. خب داشتم به ریشه هاشون فکر میکردم که از کجا میاد 99 درصدش از اینه که من توی بازه زمانی که هیچ پولی نداشتم و تقریبا چیزی واسه ارائه کردن نداشتم نه هیچ پولی نداشتم واقعا واقعی هیچ فرقی با الان نداشتم فقط پول نداشتم خیلی پول کم داشتم اون ت... راجوش زیاد صحبت کردیم ما هم دیگه اون تمسخری که اون دوره به خاطر اینکه من پول نداشتم و لابلای یه سری آدم خیلی پولدار بودم که اون لول از پولدار بودن و تا حالا اصلا از نزدیک باشه برخورد نکرده بودم چی میتونی بگی یه جوری, یه جوری که بچه‌ها نفهمن نه رامتین, ری... رامتین هم تو هم موقعیت بود دیگه رامتین پولدار بود نه 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 رامتین دوستم هم آه. توی دانشگاه دارم اومده اومده بودم تهران تو این لول سن کم بی پول آسیب پذیر آره آسیب پذیر اعتماد به نفس شخصیت شکل گرفته خوابگاه مسخره شدن می میگم بعد مسخره شدن اونجوری نیست که چیز بدی باشه البته چیز بدم بود واقعا هم آره یه یه بار گفتم بهت کنم یه چیزی خیلی منو هنوز اذیت گفت این فکر اینجا گفتم اصلا که یه دختر یه بار گفت یه،, یه, مسابقه طوری بود و یه اکیپی دمه در بسیدم من اصلا 17 سالم بود ترمیه یک دانشگاه بودم یه نه یه یه سه، سه، چهار دختره شروع کردم مسخره کردن من که تو خوابگاه میری نه تو با فلان چیزا آره چقدر بیناموسانه. آره من با توی فکر اسپ... مثلا پی... یه مسیر مثلا یک کیلومتری و پیاده می رفتیم به یه ای می رسیدیم. اینا با اسپورت جوان بغل من اینو گفتن خندی رفتن با اسپورت جوان آره. آره. باز اون دختری که در راجش صحبت میکنم الان اینفلوئنسر اینستا ها. 400 که اینام فالوور داره بعد محجبه شده ازدواج کرده اون موقع اصلا اینطوری نبود محجبه شده ازدواج کرده خارج از ایران و این فضا یا ولی <تصفح> خ... اون, اون همین این اتفاق مثلا به طور خاص حالا فکر این اتفاق مثلا اکستریمش بود این آره. اصلا تیکیم بر تیکیم بر مثلا تیک این ور تیک اون ور مثلا شاید بود تاثیر اه... شاد الان مثلا یادت نمیشه که دقیق چی گفته ولی آره،, آره آره آره, آره،, آره. مثلا من من قبول نمی شدم توی اون کامیونیتی میفهمی چی میگم من حس کردم من آره. دوستام اینو حس کردم اون برامو منو برامو. خیلی شکوند اون یعنی منو قشنگ شکون میگم شخصیت من هنوز خش داره یه جایش به خاطر اون قضیه واقعا موقعی که یه جایی هست مثلا چی میگم موقعی که یه جایی هستم که حس میکنم ناخواستم توی اونجا آه. یا مثلا میشه میگم آره. حس میکنم که من از جنس این آدم هستم آره. دیشب هستن آره. آره. میگم آره. خیلی حالا دیشب برعکس داستان بود ولی <تصفح> <تصفح> ولی تو اون حالت خیلی تدایی میشه بعد چیز میشم مثلا یه لیول این سیکیورتی میاد که واسه هم ناشناه من سال هاست من اینقدر این خیلی حس عجیبی خیلی حس حس عجیبی حل کردنش نمیدونم چه جوریه واقعا یعنی به بن داستان رسیدم میدونم این سکیورتی از کجا نشأت میگیره ولی فکر کنم برام بکشنشون بکشنشون که اون اتفاقی که این اتفاقی که دارم بهت میگم مثلا من تو هنوز ناراحت ازش حاجی من این چی نمیدونم شاید هم این مشکل من بوده من از دبستان که مهاجرت کردم دبستان کرمان بودی بعد اومدم تهران راهنمایی تو راهنمایی من اینجوری بودم مثلا تو دلول شده چی داشتی میگفتیم مثلا که قبول شم توی سری جمعه دروغایی میگفتم کشفا میگفت از خودم از اون دروغا بعد حرفه‌ای شده بودم تو دو دروغا بعد واقعا اینجوری بود که قبولم نمی‌کردم سیابوس بودم قشنگ مثلا فکر کنم 11 سال زیر آفتاب جنوب بودم لای یه مش بچه اکثرا هم پولدار بودم واسه خوب بود قبول نمیشدم دانشگاه بود. وای حاجی اینجوری بودم من اومدین دبیرستان همین وسط دایر سم بهت بودی خورده اون بچه کوله بچه کوله اونجا بودا چه من اجتماعی جام نگهدار با این رفیق بود با درس اون رفیق بودم با احراز رفیق بود با هم دانشگاه همینی که تومیگی شد حالا با یه خورده شرایط متفاوت تا یه بار پایین میدون اون دایو وایس بوده بودم داشتم میرفت دانشگاه فکر کنم یک از دوستام زنگ زد بهم گفتش که فرشت کجایی می خوایم خونه گفتم دارم میرم فلان جا داشتم رسام خونه یاد داشتم کلاس کلاس پیشون نمیدونم نیست بعد گفت وایسا. همونجا میام دنبالت گفتم اوکی وایسا همونجا اونجا خصیص های من سیس همون که خسته آره. یه های لکسوس آره. تو من دقیقا هم وایسا بس شیشه محمد سه شو بس بگم یه گفتم دوستم همون دیدم حاجی <تصفح> من در اینو با ایرو آره. <تصفح> وای خیلی حالا یه خاطر هست همه اینجوری بودن حالا میرفتیم اتوبوس من بعض روز پیاده میرفتم دانشگاه اون پایین با اتوبوس میرفتم بالا پسر با ماشین باباش از, از اون از همون پایین با بی ام سری هفت کروک اون پایین میومد اومد با ماشین بالا چون ماشین هر کسی او رو نمی دادن می بالا برگشتنی با اون برمیگشتیم بعد فکر کنم من تو اون وضعیت اصلا هیچ تعلقی به اون ماشین و اون آدم ندارم خیلی شرایط عجیبی مثلا هم هم جوری با خودمون هم اوایل بودم یا با اکیپ شما اینجوری بودم با اکیپ شما با اکیپ شما خیلی از اول راحت بودم واسه مثل اینکه مثلا اون آدما نبودیم میگم از یه توی لولی نزدیکتر بود حداقل وضعیت اقتصادی اون همینه میگن کبوتر با کبوتر بازار بی نیست آره واقعا فوق... تو نمیتونی با کسی که سی سال لکسو سوار شده یه بگی که بازار آره بی تو هم حسام با سی حسام حسام باید که 30 سال باید بیاریم هیچ خبری ازش خیلی هم دوست دارم بگم میگم بهش میگی عشق آقا کیسی هم دوست دارم بیاد کیسی هم دوست دارم بیاد آره کیسی هم خیلی می‌خندید کیسی هم اصلا نمی‌دونم اوکی این دو نفری که اسم بردی چه دو تا از آدمای خیلی دو تا از آدمایی که بیشترین دلتنگی من بهشون آره. یه دوره خیلی با هم رفیق بودیم خیلی زیاد از همین آره یکی سه نفره من انسان بود اصلا آره یا همین یکی سه نفره من نیما رامتین است اون دو تا هم بودن تو نه هشت نفر بودیم موقع آره عرفان من بود. بودیم تو بودیم بود. رامتین بود. مهدی محمد عرفان حسام یه نفر شاهین هم شاهین کمتر بود شاهین سربازی بود آره آره دیگه کی بود کیسی هم میرفت و میومد موقع شما بیشتر با من بود آره کیسی با تو بود آره و کاش اون خاطره با کیسی این تعریف بکنیم میکنی <تص خاطر هم ده نفر بودیم آجی ده نفری جمع شدیم خونه کسافت چهار خونه چهار دیواری من جمع شدیم شدیم چقدر حال میداد حسام یه حساب حرف میزد من کف زمین غلط میزدم از خنده حسام نمیشه خیلی اصلا چیز میشه خاطر یاد اومد دستو بیار پوش کن خاطر تو کیسی بود خاموش کن رفت اون خاطر اگه میتونیم تعریف کنیم خدا بود چی شد اون چی شد از اون سالم در رفتی خیلی بود شانس بود خیلی بود ما لایی رد کردیم بگویم یارو دیگه خیلی بامزه بود آره چیز خب موضوع شد نه رایتر نه به حرف آره تو نه چیز حساب حساب که شده حساب تو چیز کار میکنه نه نه یه جایی کار میکنه ولی میدونی کجا کار میکنن میکرد اون آخرین بار که تولد کیسی بودش دانشگاه بودم 6 سال 7 سال پیش آخرین بار 10 سال رفیقین من من و تو رام تیم مثلا کی من تو 92 91 یک تا داشت یازده سال یازده سال داریم 11 سال کیرم تو زندگی چیز حاجی هاجیını... من خیلی دوست دارم یه ولاگ هم بگیریم بریم مثلا این جایی که راجعش صحبت می‌کنیم بریم توش راجعش حرف بزنیم مثلا خونه چهار دیواری به پارک نیست همه پارک لاله از این صندلی به اون صندلی ساندویچ ناب بندری دونونه بندری دونون میخوریم حاجی رامتین اون موقع لات بازیای در می‌آورد من پشمام می‌ریزم فکر می‌کردم جاهل بود بعد مثلا رامتی هم تو واقعیت داستان این زندگی واقعی خیلی آدم مثلا کول و با شخص هنوزم داره اون رگه ها رو نه داره من هم در آشنایی باش میگم بعد اولین بار رفتیم پارکلا و یه که داشت چه خبره اینجا من جوپیتر یوپیتر اینجا چه میگم اسمانو بگیم پروشا مجیه ها میشنسن خوب اجیب یه چیز آره واقعا یادش بخیر بریم سوالم underrated ترین آرتیست ها رو داشتی میگفتی Under... آندر... top 5 underrated الان صحنه کیه به نظر الان از کسایی که هنوز مونده تو underrated ممرزیه واقعا ممرزی آره دورش که بود که تموم شد آره. بود تموم یه دوره پوری و هیپا بروشت underrated بود الان ممرزی به نظر من ممرزی اولی شه قشنگ این اصاد این آره این خیلی underratedه آدروید هنوز هست آدرو تنوز هست ایرفام هست, ایرفان هست. ایرفان مشی هست ایرفام مشی ایرفان مشی اون تا که اینجا پلی کردن ویسکی, ویسکی, ویسکی بدن بیرون خیلی خفن آجی سینا تا که شما جوش سینا تو دو تا ترک داره جفتش بالا سینا هنوز آن داره خیلی نه با بالا یه میل میخوره داشت. من بنادرم سینا حقش یعنی سینا تو به سینا به خیلی سخت هنده یعنی چیز کردنش پیش بردنش کار یعنی خیلی سختی داره اینکه سایه سروش خیلی بلنده ببین میگم فکر سایه سروش ما سایه سا سروش همه... این سایه سروش واقعا صحنه رو گرفته بعد سینا رابطه غیر قابل پاک شدنی باش آره ولی واقعا کیفیت خروجیاش انقدر خفنه که یه اتفاقی باید بیفته که به سینا جدا از سروش فکر کنم مردم من تا حالا نشی... نمیدونم شاید من نش... من نشیدم کسی بگه بابا تو هم داداش سروشی که فلانی من تا حالا درست داداش سروش بودن تاثیر داره خیلی توی ویوش ولی من تا حالا نشیدم کسی همچین حرفی بزنه به خاطر اینکه خیلی فرق داره با سروش و خیلی هم یعنی از لول مارکت جلوتره آره. زمان مارکت جلوتره اگه یک خورده شباهتی بین کاراشون بود باز خیلی بیشتر ما اینو میشنیدیم ولی هیچ شباهتشون نداره من خیلی دوست از سینه یه مثلا ران سولو بشنوم که خوش از اون برند یکم فاصله بده میگم یعنی با سروش کار نکنه یه مدت آره. خودش تنهایی پیش بره مثلا آلبومو بده نه اینکه با کس دیگه کار نکنه صرفا با سروش کار نکنه بعدش مثلا بیا یه کلاب آلبوم بدن آره خیلی بهتره میگم من اینجوری دوست دارم مثلا برندش رو پای خودش ساخته بشه واسه اینکه واقعا پایای سفت و سختی داره آره. میگم آره. آره. خب دیگه کی آدرو تو گفتم آدرو چرا من گفتم جوش خیلی تلخون تلخون خیلی آنتریت تلخون دو تا چیزی که من داشتم دیدم بم بود آیا پارک فری استایل خیلی باحاله پارک فری استایل اون پلو دافی دیگه همینا تو ذهنم میاد فعلا پرودوسر من دستم واقعا اندرریتد تاش واقعا سری ما بچاش میگفتیم من کیوتو یادم افت بگم کیوتو آره. تو اندرریتد آره. خیلی کلا بچه سیکس کارت کارشون خیلی, خیلی. خیلی خوبه بهتاش سنت هستن. هستن کارشون خیلی خوبه کا... کایو رو من جدیدا نشستم تو آلبوم سیاهش خیلی بنظرم کارش باحال کایو اینز کایو روی بیت تگش هم آیدیش کایو اینز فکر کنم فکر کنم نرمش آره کایو بعد یکی از آجی همین دیگه همین هست کنم پابلو هست پابلو من یه کار ازش اینم دیار با حال پیا دیار دیار که دیار واقعا خفنه خیلی پیا خیلی خفنه دیگه کی هست جالب باشه بلو پارک دیگه از ذهنم نمیدونی بلو... داریش دا... آندر ایتده داریوش هم میتونیم بگیم هست یه میل نشد آخرش نه نه آندرریتد تر از چیزی آره معنی یعنی این شناخته شدن برندش یاد طرف موزیکی آندرریتد آن آن آره. نظر آن من من هی, هی هی حس میکنم دیگه بس دیگه دو سال گذشت از وقتی که ما مامبل اومد توی رو اوتوتون داره جا میفته فرام من میگم هی میگم دوی خب بسته دیگه همه میدونن این چیزها رو درک میکنن هنوز که هنوزه خوش چه میگم به خاطر اینکه مثلا تو یه خورده کلمات تلفظش جوریه که واضح نیست ولی داریوش خیلی دوستم بهتاش بود دمش ولی خیلی دوستم خروجی بیشتری ازش بشتیم خیلی دوستم مثلا تو یه ما مثلا چهار تا ترک ریلیز کنه چرا نمیکنه فاز که ترک نمیده بعد چی تو کاروازی یاد یه تپ و تفریستان میاد بیرون می چی میخواد به نظر من از بیرون چیزی به نظر میاد چجوری پوش میکنیم همون مثلا که به زور یه خروجی یه یه آدمی که مثلا پوش کنه آرتیست پوش کنه داریشو به سمت اینکه کارشو ریلیز کنه درولت درست درستایی داشته باشه اشوا کنه بازار و دوباره خیلی راحت هیت آره. هیت یعنی گرمایی داریشو آره. برن بندش زنده نگه داشته خیلی اورجینال و خاصه به نوشتنه نوشتنش خیلی عجیبه حاجی کاتالوگش کل رپ فارسی رو میگیره یعنی تو هر گوشه رپ فارسی داشتی. یه ترک مورد علاقه از داریوش <تصفح> چه طرفدار سورینا باشی چه طرفدار این طرف کچی مثلا بیتزا. کچیبیت ساشیم یه چی میگم خیل... خیلی 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 دوست داشتم که یکی از برندایی بود که میتونستیم هندلش کنیم تا لولی آره. میگم میگم آره, آره. کمک آره میتونستیم آره کنارش باشیم همه چی رو داره, داره, داره این... اینجوری میخواد دقیقاً با... واقعاً در دل تلنگر میخواد یه بحثی داشتیم تحت عنوان ده... یه سری ساختار شکنی از الان تو قسمت قبلی هم ایشون راجعش حرف زدید نه نه فقط وایس اون یه جایی میذارم سورپرایز این که مثلا اتوتون وارد وکالای آرتیستا شد و دیگه به نظر ما الان جا افتاده با اینکه هنوز جا افتاده چند تا مثلا مامبل کردن اون این چیزا تو پرفورمنس یه چیزی از ساعت اون گوست که من بعید میدونم تا 20 سال دیگه جا بیفته توی ایران توی صنعت اونور نگاه کن اون اونور قش صنعت موزیکشون خب با... یعنی طرف میشینه و خوش دو تا چهار تا میکنه لیبلش که اگر من بخوام ماهی یه موز... ماهی مثلا دو تا موزیک بدم بیرون سالی دو تا آلبوم بدم بیرون این هم بعد پنج سال همه ترکم هم شبیه هم نشه زندگی طرف این چقدر متنوع بتونه موضوعی متنوع دقیقا برای اینکه بخواد شبیه هم نشه منطقی تر اینه که کمک بگیره از یه سری نویسنده های دیگه تو شعراش خیلی نگاه منطقی نگاهی که توی رپ نبوده یعنی به خاطر ماهیت این ژانر ما یه سری آدم رو یه سری ژانر هیپ هاپ کنه اینجوری بوده دیگه آره کپی کردن توش خیلی فول بود آره. این که ما یه خورده فاصله این پشه خیلی تو مخه یه جایی چک بزنم راحت نشد اون به اینجوری پیش رفته از اول هیپ هاپ و الان رسیده به اینجا چی نمیدونم ما یزید یه خورده غیر قابل هضم هنوز که هنوز برای اون هارد اونایی که فکر میکنن هارد کور فن هیپ و فلان نمیدونم به نظر کی جا میفته درک اینکه آقا اگر آرتست پاپ یکی دیگه میتونه شعرشو بنویسه آرتیس هیپ هاپ هم میتونه اون کارو کنه نکن توی یه لیولی مجبورن آرتیستان توی یه مدت دیگه مجبور مثلا تو یه برندی تو لول مثلا چه میدونم سروش داری؟ حالا سروش خودش نویسنده خیلی خوبه. روز سروش روزه. یه آرا. مثالیه که خودش خوب میدونه مثلا چه یه مثالی نه یه لیولی مثلا وقتی تو یه لولی از شهرت هستی انتظار از تقاضا وجود داره و میخوای یه چیزی عرضه کنی خب تو اصولا فکر میکنی که بهترین چیزی که میتونی عرضه کنی دیگه تو این بهترین چیز که از آهنگساز داری استفاده میکنی و استفاده کردن از یه سری نویسنده که امکن نمیگم اصلا تو هیچ کار نکن فقط گسترایت بنویسه گسترایت چارچوبی بهت بده که تو اون بتونی شنا بکنی به زمان این ارزش افزوده عفضود ارزش افزوده خیلی مهمیه که خیلی آبش نگاه نمیکنن و استفاده از یه سری آرتیست ریتد و کمتر شناخته شده که قلم خیلی خوبی دارن ولی نمیتونن لزوما تو اون چیزی که باید باشه بکنن مم. نه تنها به نظر من خوبه ولی به نظر واسه یه آرتیستی واسه اینکه میخواد اگه میخواد خودش رو تو اوج صحنه نگه داره تا ابد یه مشکلی که توی مثلا کمدی میگم وجود داره خیلی اینه که کمدین ها فقط تا اسپشیال اولشون قالا سوال کنار جاش تا اسپشیال اولش آره تا آره. اسپشیال اولشون با مزن بعدا دیگه همه شون در هتل و هواپیما و این چیزا آره پول دار میشن. میشن آره وقتی پولدار میشن زندگیشون یه نواخت میشه آره. هم اینجوری مثلا جیک وقتی واسه یه آلبومش میگیره کوئنتی میلر رو از آتلانتا میاره اینجا واسه این نیست که لزوما خودش نمیتونه درست کنه اون چیزی ولی با هزینه ای که داره میکنه و کوئنتی میلر رو میاره هم خروجی بهتری تولید میکنه هم سرعت تولید اون خروجی شفتش پیدا میکنه هم میتونه یه چیزی ارائه بده که مثلا توی if you reading this is میتونه یه چیزی ارائه بده که از بقیه خروجش فاصله خیلی زیادی داره و مخاطب خیلی متفاوتی داره و به نظر یکی از بهترین واقعا if this is یه چیزی بهترین خروجی دریک که به نظر من و اتفاقا نقطه‌ای در که دریک بیشتر از همه داشت از گوسترایتر استفاده می‌کرد و به نظر نه تنها میگم به جذاب می‌کنه صدا اره اره رو بیشتر از اره هر چیز دیگه اره. هم به آرتिस्ट کوچیک‌تر یه فرصت درآمدزایی میده افاقی. هم به اون بزرگتر خروجی خیلی بهتر اره اره. میده اره. یکی از سوالایی که بچه چند پرسیده بود همین بود که من تکس خیلی خوب می‌نویسم ولی صدام کیریه چیکار کنم و اینو ببین همینه بس ما فکر می‌کنیم که رپر بودن فقط نوشتن اشتباه اینجاست در صورتی که ممکنه واقعا یه یعنی نفر خیلی خوب بنویسه فلوی خوب درک ریتم خوب ریتمو بشنسه و بتونه روش خوب بنویسه چه میدونم کیدنس خوب نوع پرفورمنس خوب آقا یکی از بیبی وایس میتونه بزنه یکی از بیبی وایسش جذاب نیست اصلا مثلا اینا یه سری توانایی جدان که قدیم نبوده قدیم فقط یه نوع دلیوری بوده داد میزنن همون فلان و اینا الان با پیشرفت صحنه واقعا اسکیل خیلی بزرگتری شده پرفورمنس اما بر اسکیل مثلا نوشتن داریم یعنی لزوما یه نفر نباید تو جفتش خوب باشه تا بتونه رپر آره، شه خب تا بتونه نمیگم رپر تا بتونه موفق شه تو کاری یه موقع است یکی اینجوریه بر راجع به چیزی که گفتی یه سری شروط داشتی میگفتی یه آرتیستی و فلان من میخوام یه شرط دیگه بهش اضافه کنم آرتیست وقتی خودشو به یه جایی میرسونه که دلیوری شما میش اجرای اون آرتیست یونیک مخصه خودشه مثل کاردی مثل جیک خب اونجا وقتی یه سری چیز سینگشرته مثلا داریوش خودمون داریوش نویسندگیش خوبه من دارم داریوشو مثلا میذارم اتفاقا که کسی چی میگه چون نویسندگیش خوبه ناراحت نشه داریوش داره یه تذکیه نمیتونه داشته آره کسی تو اون اصلا میگم مثلا یکی از مثلا داریوش رسیده به برندی که آقا یه نوع پرفورمنس خاصی داره امضای خودش رو داره حالا از گوسترایت استفاده کنه واقعا مشکلی نیست خیلی کمک هم میکنه وزیر چیه لیولی آره. چه جوری میشه کمک باید. کرد یعنی پیش فرضیه توی فضای پاپ که تو آمریکا وجود داره که رپر آره. باز شعر خودشو خودش خودش بنویسه رپری که شعر خودش رو نمیسه رپر نیست یه فاز آره اینطوری آره. وجود داره رپ گاد امینه این نه این حرفا رو میذارم فن امینه من آره. دیگه گاد امینه من فکر کنم خوش نمیشه یعنی کمکی گرفته اون واسه نمیدونم ولی امینه من خوشی که از کسایی که همین حرفا تکرار میکنه آه. آره آره خیلی تکرار میکنه خب از شو داستان میگم به استیگمای بدی به ضرر میزنه انتظار عجیب غریبی داشته که اصلا مثل از, از اصلا تو باید بیت خودت هم خودت بزنی یهو از آره. امروز شروع کنیم اینو گفتم نه اصلا مثل اینکه اصلا اونم ول کن اینکه فقط بگی تو باید تا آخر کریت با یه دونه کانکساس کار کنی آره. داره خودتو تو یه دونه قفس فرضی میندازی که فقط به صدمه میزنه آره. هیچ سودی هم نداره اصلا تو دنسر فقط باید به یه دست بره آره آره, آره،, آره، وقتی میتونم. آره، میتونم از چیزای جونیور بود خیلی گسخونه من جونیور رو هنوز سرچ میکنم از وقتی میبینم به خودم فحش میدم جونیور امینم به دنسر است جونیور هم آدمیه که ده. میبینیش عاشق رقص میشی خیلی باحال من, من اینجوری عاشق رقص شدم جونیور قی... چی مرکز سقل بدنشون عادی نیست حرکت که میزنن واقعا اشتباهی است چون توی روی دست نمید توی عمودی بشی <تصفح> رو اینجوری خوابیده رو زمین گوشی کم دستشو میذاره اینجا بلند فاقش. میکنه کامل بلند میکنه اونوری میشه حال باک. بعد چیز اینجوری مثلا یه پوش اینجوری دو آروم خیلی عالی. بعد این که هنوز اینجوری ها عجیه واسه تو جوان ماشی اوکی این سی خورده ای یه چیز سا... رو بچه کم کم خورو باز کنید فکرتون <تصفح> اگه اوتوتون الان بدون فشار میاره چند سال دیگه گوسترایتر قراره بدون فشار آره رایتر خیلی زیاد یعنی پوتنشالی ما گوسترایتر خفن خیلی زیاد داریم الان توی ایران که بشه ازش استفاده کرد خیلی آدم هست با پرفورم پرفورمر اجرا کننده خیلی خفنی هست ولی واقعا لیریکس هاشون در اجراشون خفنی هست. خیلی میتونه کمک کنه بهشون خب یه سوال است وقتی که بومیده چجوریه جوری بشه این, این ای سوال بزرگیه خیلی سوال سخت و پیچیده چون همیشه بو ناراحت کننده ترین چیز تو هر... با مازی مسابقه کردیم همین رو میگفت توی فکر مختن اپیزود نمیدونم بدترین چ... یکی از کنسل کننده ترین چیزا بود تو چیز تاریخ فوتبال آره اصلا چی میگن جدا از اون مثلا با یه حتی اصلا تو یه پسری هم رفیق باشه همیشه بوی سگ بده خیلی ناراحت خیلی عصبی کننده است آره واقعا نمیدونم چه جوری باید گفت چی جور... من... یه موضوعیه که ناراحت کننده هست بای دیفالت یعنی تو نمیدونی بگی یه جوری که ناراحت نشه یارو بود اینجوری بود همیشه هم بهش میگفتیم کیرش یه سر شده بود خیلی <تصفح> نمیدونم واقعا چه جوری بود گفت من کلا چیز خوبیه بچا نمیدونم فراریه چرا از دوران من چون بویایی میخوره که من اونقدرم کرو نیستم بعضی وقتا کرو هم از وقتی کیری تیز دادم واقعا ولی چون ه... پیشفرض میگیرم که آقا تو کربویی من کربوام رو این حساب لوازم چی میگن خوش بکننده رو ببینید 25 مدل چیز به خودم میذارم شما هم دیفالت اینو بگیرید فرض کنید بو میدید دیفالت اوکی هی hey, بزنید به خودتون هی hey, برید حموم هی تو پوست چیزی میگی صورتت کرم فقط میزنی کما از حموم روزیه اون مثلا من اصلا هیچ چیز نمیزنم اینو چیکار بکنم اصلا باید یه اسکی کرم اوکی آره ولی بس نگه برنامه که بوستم اوکی من نمیدونم میکنم ولی یه کاری باید بکنم خیلی بهش نمیرسن منم نمی من گشادی میاد یه سری روتین موتی مردونه رفتم نگاه کردم خیلی سخته هر شب باید پوستتو با شوینده بشوری و اونا رو خیلی انجام نمیدم هر روز تموم میرم ولی هر شب اون نمیشورم همون ولی منو چون خوش میشه میزنم کف پا تو چیکار میکنی من مشکل کف پا پای من بخورم کف پای من سنگ واقعا پاشنه پام رو تختیمونو جر دادون سری اما <applause> کشیدم اون کاره شد جدی میگم دایناسور اون کرکدنی میگه آها تو قصد زیاد رو اون پارا میری خیلی هم راه میرم من اون پا باید سنگ باشه که تحمل کنه نه قشنگ کن. سنگ واقعا نمیدونم چیکار کنم من یک کرم رو میزنم اه... خیلی کرم رو بزنم نیم ساعت وایسم رو دیوار میگم کرم رو بزن دمپای بات کن دیگه دمپای بگو کسافت میش چلپ میذارم میشن ادیت میکنم مثلا ولی خیلی پامکیریه خیلی پامکیری در این حد که مثلا سوگل نگرانه که پام از دست جوزام میره من مثلا پاشنم پینه زده این بغل چپم بغل چپ اونور انگشت کوچیکه اونم پینه زده بعدم پینه زده واسه خیلی من کار خاصی نمی‌کنم من وزنم کم فکر کنم مشکلی بشه. چون وزن زیاد واقعا پاشنه ها رو سنگ آره ولی یه مشکلی که من خیلی کم راه میرم نسبت به قبل قبلا هم من خیلی من کلا چیز یعنی راه رفتن تو شهر رو دوست دارم چرا راه بریم نه راه شهر یعنی راه رفتن حرف زدن خیلی دوست دارم حس می‌کنم اکیپی خیلی کم میرم دیگه پیش میاد راه بریم حرف بزنیم من خیلی موقعیت‌ها رو دست میدم اسم می‌کنم حال میداد قدیم الانم حال میده اگه بریم بعد چیزه یعنی مثلا میشینیم سه نفر جدی حرف میزنیم اون برین استورم برون جالبی داره مثلا من یه برنامه بچینیم من خیلی خوش می‌گذره مثلا این سری رفته بودیم داشیم یوسف آباد گردی می‌کردیم مثلا این سری از خونه‌های قدیمی یوسف آباد که سفر فلانی ساخته و فلانی چی یوسف آباد یه توش میرین یوسف آباد سرباله درجه, درجه. کردم. رفتیم پایین رفتی اس بوت قانون نذ شفق 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 آره. خیلی پا... مشکل ان پارکور کاره بود. جد... خ... مال این کار بود جدی مال اینو میگی یار واسه چی درست کرده اینطوری فضای کم داشته یه پارک واسه محله درست کنه گرفته شبیه تو دالان توری درست کرده که جای راه رفتن زیاد باشه و شو جایی که راه میری تکراری نشه ایه. واسه همین چند لول درست کرده که تو بری بتونی مثلا بگردی و مسیر طولانی بری و چیز دوار نبینی و یه آره. کافه هم وسط گذاشته خیلی خیلی کیافت اخری با خیلی سال پیش نه سری ای این دیدم تو نامه خونده بودم که یاری داشتی بود کامران دیگه بود نه کی بودیم فهم یه آدم معروفی بودیم سرکی کی بود ولی نشان یه سایتی از پیاده خیلی قدیمی یا استارتاپی بود نه هنوز فعالیت نامیدار فعال بشن استارتاپ جالبی بودن مثلا من از سفر شهری طرائی می‌کردم میگم مثلا در یوسف از این نقطه شروع کنید مثلا فلان جا خونه فلان کسی که فلانی معماریش بوده خیلی جذاب فلان جا فلان مجسمه است فلان جا فلان پارک بهین چک کنید این داستانش یعنی یه پیاده روی داستاندار میتوسیداشون یه تور آره آره دقیقاً تور محله است داره. آره بعد هم یوسف آباد داره مثلا جمهوری داره جهای جای قدیمی تا مثلا جمهوریات به چاغو بریم <تصف> <سمت تصف> چیز داره سمت بازار و <تصف> آره اونورام داره یک جهایی داره پشماتی میزنه بعد رفتم اون سفر یوسف آباد شده داشتم میرفتم خیلی خوش گذشت و... خ... یه خونه های بود میگم میرینی تو تو چون خونه دوست داری به خوش میذاره من آره. خونه واسم جذاب پارک هستم چون پارک دوست دارم <تصفیح> <تصفیح> پارک خیلی خوش میذاره پارک ش... هم تاریکه هم خلوته هم خوشگله هم پاتوق باحالیه چون نمیری خیلی خلوته تاریکه نه بریم بریم چیز کنی حرف بزنیم اینا چیز سوشال سوشالایز کنی سوشالایز کنی یه بار بریم ولی خیلی خواهیم. خوش میگذره خب بچه ها میریم میاییم میریم سر بس اصلی بر کلوم هست خواهی شو برنامه کلغندی <تصفح> <خوش برنامه تصفح> آن راستی من اپیزود ماستم با این شروع کنم که ای... <تصفح> چند وقت گفتم چیز مسخره نکنم کسی رو نه چیز الهی مسخره نکنم گوشی شماست چند اپیزود قبل گفتم شیش میلون چیز مکمل گرفتم خوب بود؟ نتیجه عکس این چرا شما اینقدر شده آجی من میخوام الان از اول برم باشگاه چی چیکار کنم بهم بگو یه پلن منو بشکن بشکن بریم باز کن بابا با حالا آخه تو داداش پلن ما رو دستشویی کن ببین چه معنیش چیه <آخه>؟ <تصفح> خب <تصفح> آها برم بچینم برات بگو تو الان جای من چی کار میکردی کی میرسی خونه از کار پنج پنج میرسی خونه اگر بشینی استراحت کنی دیگه نمیتونی پاشی آره سری باید یه دوش بگیری پنج رسیدی خونه یه سی بخوری و یه نمیدونم غذا می‌خوری دیگه غذا سره شرکت سره خوردم آره. خب میرسی خونه اگر بشینی دراز بکشی دیگه رفت نه دراز میشم میام خونه میشم کار می‌کنم. من میرسم خونه میام پوشه میام پس لباس هم در نمیاره میام میشم دو ساعت کار میکنم ولی لباس هم در تو این لبه هر روز دو ساعت کار میکنی هر روز دو ساعت کار میکنی چیکار میکن؟ یا ویدیو درست میکنم یا اسنرا رو ادیت میکنم یا اینکه مثلا الان مثلا دیدی داشتم چیکار میکردم خب مثلا دو سال کار نه هر روز یا لایو میذارم هر روز تا هشت کار, میکنی تا نه کنم دو ساعت سه ساعت کار میکنم ولی اینجوری نیست که هشت کار کنم مثلا میشه مثلا مثلا میام یه روی این ور کوسکرگ زمین میام نیم ساعت میام کوسکرگ زمین مثلا مسیج میدم تو زنگ میزنی فلان فلان میشه نه تو نکن دیگه تاش کار آخه دیگه هیچ زندگی واسم نمیمونه هر موفرًا. روز نمیخوای بری که سه روز هفته هر روز نه نه بابا من هر روز میرم من اشتباه میکنم نه واسه من که نمیخوام تو اون لول فعالیت نه سه روز یه روز در میون هر روز درسه سرعت نمیده میده ولی از اون ممکنه فرسودات هم کنه دیگه خسته زده شو هر روز عادت سریعتر شکل نمیگیره منظورم اینه تو خودت میبینی هر روز یه کاری رو دیسیپلینا رو میبینی داشته باشی من تنها یه با سالی که پشت هم باشگاه رفتم هر روز رفتم مثلا 17 سال یک سال رفتی باشگاه من میگم هر روز یه خورده کمالگرایانه است میدونم مثلا مهم نیست تو چون گشادی باش کار رفتن هست. سر اینه که پاشم لباس تو پوشم مثلا بحثی نیست که اینجا باشه نه چرا همه آدم ها تو که نمیشه جدی فضایی کیست؟ نه, نه. کون گشادی نیست اتفاقا سر اینه که آقا من توی مسیری ضعیفم خب تو یه مسیر, دیگه قوی ام آره تو اون مسیری که ضعیفم نمیخوام نمیخوام تو شرکت ده. ده. شرکت آه. آه. مسابقه شرکت کنم میفهمی چی میگم ولی مجبورم تو مسابقه شرکت کنم مثلا من توی اون کامیونیتی بودم مثلا ناخوشایند باید باش رو آره قشنگ میفهمم چون مثل که من یه حالا منم کلاس بوکس آره یه تو, تو میاد یه ده... سر کلاس هم بشین آره. آره. اه... به نظر من یه خور فکر مثلا فکریه یعنی درونیه یه کم باید اون خفم بودن توی حوزه دیگر رو سعی کنی قرض بگیری بیاری توی این حوزه میری اونجا اینجوری نری آره میفهمم بدی والا خودت بگی که آره. آره. من همچین آدمم مربی لازمه نه حتما حتما بعض بعد استارت باید مکمل نصف نه بابا نه خشک سیب زمینی تو خور ولی مکمل کیری بوست میکنه من مثلا یه سال داشتم بازی میکردم هی بچه‌ها گفتم هاج شش ماه دیگه منو ببینید پشتون میزه هیچ چی نمیشه یه پروتئین یه آمینو یه الکانتین چیز خاصی نیست گرفتم این آدمانی دارم میشم سرشون هم مربع شده بسید چیز چی؟ دریا نشون خب الان من برنامه چی شد من میرم باشگاه یه مربی تو میرسی خونه آلا مثلا یه روزایی آره مثلا هر روز و هر وحال... سه روز تو هر, وحال... هر حال کاری کار کن سه روزشو مثلا تا هشت کار کن پاشو یا برو باشگاه باید ب... آره شدی بری باشگاه بیای خونه یه دوش میگیری میخوابی شب گرم من مشکلم سطح انرژی بیشتر یعنی چی میگم من سطح انرژی من نسبت به مثلا دو سال پیش سه سال پیش خیلی اومد آره اونجوری من که دو سال سه سال, سال پیش دارم تا ساعت یازده شب مثلا ما هم دیگه دوره هم بودیم و اصلا تازه میبارم میدیدم چه خبره هره. دیگه زندگی نه طبیعیه من اینجوری اصلا من از پیش هم دیگه می خونه میشه اصلا فیلم میدیدم بازی میکنم انا اصلا برسیم خونه خواب بهتر میکنه با مش... اون مشکل یکیش تست من یه مشکل دیگه یعنی هم که از استارت داستان ما باید کم کم پله پله پلّ بی زیاد شو میفهمی آره اصلاً نی... من به نظرم تو کاردیو بیشتر باید کار کنی اصلا اه. من نمیدونم من صلاحیتش رو ندارم ولی کی صلاحیتش بب... داره مربی <تصفح> آخه مر... مر... من, من واسه مربی آره با اون میفهمه چی بچی بهش باید بگی بهش بگی که من نمیخوام مثلا با پرورش اندام استرا نمیخوام کار کنم میخوام مثلا اوکی شم خب تو رو قرون صورت افت خب بعد با توجه به اون میشینه وسط برنامه تو دیگه از که شروع کنم؟ فردا فردا بگی نه میره واسه چی به نظر میتونه تشویق کنه واسه این داستان من تو سری زدن <تصفح> تو سری زدن من اینجوری هم که تو کون هم یکی یک مثلا مثلا واسه چی انقدر صفر شست اون مشکلی باشده. که داشتی با من سر این داشتیم سوالشو میکردیم خب من فرشت دعوای ریز قبل پادکست داشتیم آره چیز کاش تو پادکست بعد تو پادکست می‌داشیم اوه خیلی شخصی نش مترک و مترک و مترک و مترک الان بده دیگه بحث اینه که نیما همیشه دوست داره همه کارو انجام بده فکر کنه خودش بهترین مدل اون کار انجام میده دور از اینکه هستم خب من من باشگاه دیگه خدا رو <تصح> بنده نیستم آجی باشگاه اوکی اوکیشه دیگه واقعا گردن نمیگم کسی تو نمیدونی اون سر اون اینجوری شده رو یه نگاییدن خیلی خوشگل خیلی آره اوه من سر همین من واقعا همین سر همین نگاییدن نمیرم من از همین من هیچ یعنی من من مشکلش رو نگاییدم یه نفر نه خب من هیچ کیو نگاییدم فکر کنم یه نگاییدی یه مچ بندازیم نه خب بیا از اینجا بود دو این کار فلان نه منظورم اینه که تو چیز توی موقعیت اجتماعی دارم میگم خب همیشه همیشه اوکی نه هیچ کیو من یه نفر دیگه نگاییدم توری رفتار کنه نگاییدم تو نگاییدم میشه میفهمی چی میگم مشکلی ها تو مشکلت این ای نیست که من تو همه ژانر باید نگاییدم بشم من اینجوری ام من تو همه چیز باید نگاییدم بشم خب <applause> من همینم هم میگم دیگه برو باشو نگاییدم شو دیگه بحثی من, من مثلا یه سری آدم دیگه الان نگاییدم تر از منن خب اوکی <applause> باید تحمل کنی که نگاییدم شی اینجا اون تحمل کردن سخته میدونی چون خیلی نگاییدم خیلی تحملش سخته آجی خود قبول کنی که من اینجا قایدم بلالسا قایدم جای دیگه نگاهیدم شم باشم تو تا یه جایی خوب راحت پیشرفت میکنی سریع پیشرفت میکنی چون تا یه جایی آب کردن و از سازی خیلی راحته یه جایی باید یه گفت میشه چند کیلو الان فکر کنم تا هشتاد اینا راحت بیای هشتاد کم کردنش کم سخت مطمئنی؟ خیلی کمه آره. نه؟, نه راحت که میگم یه ماه نه ولی راحت تره استوب نمیزنی آه،, آه،, آه بچه ها هستن بچه ها هستن یه شاید من از امروز هفته سه روز باشگاه رو باشگاه کی مثلا تغییر محسوس ایجاد میشه تو ماه اول تغییر محسوس میکنه اگه هر روز هر سه روز یعنی هر جلسه بری جدی برم ماه اول قشنگ تا نه که بدنت عوض شه و فلان یه فرم بگیره ولی فرقش رو قشنگ میفهمم اه. اولش خیلی سریع پیشرفت کنیم خب پس تا یه جایی که بعد این ده ده. من میرم باشکا سبت میکنم بعد این زبت نره باش هرکی نره زرکی باش, نره. زرکی. باش. خب بعد لول بعدی چه کی باید چیزو شروع کنم مکمل اینا شروع کنم مکمل من اونجایی که اس... من رسیدم اونجایی که استوب زدم چربی سوزی نه اول استفاده کنم نمیدون حقیقت اونو من صلاحیت ندارم بگم که اوکی هر چی هست داریم بخورم ال کاروتین میگاد چربی مغز چش چربی دیگه میسوزونه همه چی رو میسوزونه خیلی خوشمزه است خوشمزه است گلاب گلاب خیلی ردیفی من اونطوریش دیگه شدم آجی پودر آمینو اسید میریزم الان سیکسک داری دارم پاینیای خورمونه هست

تو مصاحبه چیزش بود راجب ریانا حرف بیزد آره خیلی گست خوده بله هیکلی شده اصلا باید ببین خدا رو بنده است هم برای میخواد بکنه خیلی حالی یارو بسه با این توی پادکستی بود جدی نشست نیم ساعت راجب این داشت صحبت میگرد که داشت کون خوردن اصلا چی؟ چی گست شعر میگی؟ نه نه حرف ندارم باید پاتیست بگیریم خیلی اینگه میگی تا در مدقشی و خیلی عجیبه این که سال جوش سوال نکرده یه تیکه جالبی کسی تا رو سوال نکرده خیلی تابوه چی تابوه؟ نه این بر به اون بر رو میگم همین آره. که تو نمیتونی بگی نه اون یکی ایرانی که میتونه بگه آره اونو میتونه آره شروع کن دیگه کنی خب یه صحبتی از به دورو گفتم به خود خب خب که انسان خیلی درگیرشه آره و باعث میشه که تو اون مشکل یه سری آدم ها و یه سری آرتیست ها هم همینن که به یه دایره یه دایره دور خودشون میسازن به یه نقطه‌ای میرسن که یه دایره دورشونه و فکر به خودشون هی دروغ مثلا بهش میگن آقا تو اینت مشکل داره به خودش دروغ میگه میگه که نه من اینم مشکل نداره و فلان نه یکی از دلایل مهمی که باعث درجا زدن میشه اینه شما فکر کن مشکل تامینه باشگاه نمیری به خود دروغ میگی دنبال بهونه میگردی که آقا فلان منجر میشه نه مشکل می میگم به با... مشکل میدونم چی میگم بهت مشکل مشکل بدون چی حلش میکنی خودت تلاش حلش کنی کو بعد ما میگم چیز ولی دروغ گفتم من حاجی یه اتفاق عجیبی افتاده من جدیدا تو لایوام بریک روای عجیب غریب دارم مثلا اصلا. اصلا خیلی عجیب مثلا اون لایو یه هیدن بود مثلا پ... یعنی مثلا یه هیدن بود که اون لایو تو خاص میشد اون لایوی که مثلا هیدن اون لایو تا شب صحبت می‌کردن مثلا قبل اصلا بریکس روی اینجوری داشتم که مثلا دلیل این مشکل من برمیگردم مثلا کلاس سوم در اون یارو اینو گفت ای خارجو گفت اصلا این جوری رضا پیشرو میشه یه دقیقه راشی یه استوری بود که توی دلول نشسته بودیم آره میگه صورت هم استرهای مختلف میمن همون یوری تا خاطرهای مختلف میمن که این مشکل واسه این مشکل واسه این مشکل واسه این اصلا خیلی عجیبه لایف میذارم حاجه لایو گذاشتم به طرز عجیبی من تاثیر داره رومون من یه لایو گذاشتم واسه پوتک و بیش رو من مثلا هفت تا خوردم نمیدونم چرا انقدر خوش میگذر خوش میزار. خیلی به من خوش میگذره مثلا لایو میزنم فقط حرف میزنم آخه هیچ کار دیگه ای انقدر به من خوش میگذره بعد چی واسه چرا اینا باحال لایو من تو لایوم یه خوبی اینه که بعدش پرایوت میکنم کنم نمیمونه خیلی راحتم توش مثلا راجای اینسکیوریتیام یه لایو مثلا 40 ای. نشستن روش صحبت لایو سیو میشه ممبرز اونلی میشه بچه‌ها کانال من ممبرز اگه می‌خوام میشه جوین بعد داره بغلش فلان دوستا یه لایو داشتم راجع به این سکیوریتی هم صحبت می‌کردم اینقدر همیشه شده بودم قشنگ بغض داشتم می‌کردم امیر تو یه داستان از هر فلانی سالگی آره اصلا تو این فاز داشتم می‌گذاشم خیلی صادقانه داشتم تو یه موقعیتی صحبت می‌کردم که داشتم توضیح میدارم که اینسیکیور بودن عادیه ام. و یه موقع هایی که اینسیکیورید فکر کردم به اینکه چرا اون حس بهتون دست میده میتونه کمک کنه بلدن. خیلی افرد. آره بعد همون لحظه داشتم هم به این موقعیتی که اصلا چند روز پیش اتفاق افتاده بود و یه روز موقع دیگه اون چیزا فکر میکردم و خیلی شد. مثلا همین این که همین حرف... بیرونه حال ده آره. ده همین که میگم میگم حرف بزنیم مشکل رو, رو حل کنیم و فلان ما مثلا خود همین هشت ده نفر خودمون سر این کوسشر رفاقت از دست رفاقت پنج سال از دست دادیم آره خیلی که سر کوسشر سر سنگ سرفند کسی قودبازی هیچ چیز خایه نشه حرف آره، بزنه این بزن. حرفم زد آره فاصلش. فاصله افتاد کوسشر قطع شد آره. دیگه نمی... نمیدونم کجاست اصلا واقعا بهترین دوست اون دورم بود آره یا کیسی مثلا خیلی این من این زنی داشتم میگم این از اونجا تو کونم مونده مثلا رفته بودیم چه اتفاقا خیلی عجیبه کنه زندگی عجیب. بگو دو تا چیز تو کونت را نمیره رو بگو. بگو. بگو تو کونم مونده بود بگو ای مربوط به منه نه مربوط تو که نیست نه مربوط به من بگو <تصحي> مربوط تو تو جوزی تر چیزی هستی که فکر میکنی چرا هستی من جوز... قبول نمیکنی خیلی جوزی <تصحي> آره <تصفح> تو نه نکو توی رابطه با من قبول میکنم از شخص درست <تصفح> 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 نه, <تصفح> نه. <تصفح> من نکو من نسبت به آدم های خارج دایره جوزی هم. قبول دارم تو نسبت به آدم های توی دایره اتفاقی تو آدم های خارج دایره اصلا کنسلی توی دایره جوز میزنی یعنی با سنده میدونم تو رابطت با من یا رامتین یا اصلا یه نه باید جود چنین مشکلی نباید به وجود بیاد یعنی میش میگم فکر این که یه نفر داره یه کاری میکنه که اذیتت کنه نباید به وجود از بیاد فهمیدن زیاده چی میفهمم که اون مثلا حرفی که فلانی بهم زده میفهمم دلیلش چیه نه همین نمیفهمی نه میفهمم یعنی تو شیز... غلط میکنه خب همین جوزه اینجوریه که بر اساسش یه هم, هم مثلا ج... از من دیدی بد جواب کسی رو بدم تو کیپ یه دو سه بار شده دو سه بار شده ولی خیلی نه جدیدا اصلا نشده جدیدا شده آره ولی قدیم ماشاءالله خوب میدادی قدیم واسه اینکه همین جوزه رو تاثیر می داشت. الان اصلا نمیدونم جوزه رو جوزه همیشه الان هست الان, الان یه مشکل دیگه ای که وجود همین یه دقیقا همین یه مشکل وجود داره قدیم مثلا تو لحظه کوشر میگفتی بعد مثلا حل میشد کرد میفهمیدیم حل میشد کرد الان بلند مدت مثلا لول صمیمیت تو از 8 میاد رو 3 مثلا چی نه چه کوسر چی اصلا نمیفهمم میگم من نمیریزم من اینتروورتم خب نبی می میگم تو اون دایره باید راحت تو اون دایره راحت نباشی به گا واقعا نب... امیم... خانواده است همی... من تو خونه آدم چون با هیچ کی حرف نمیزدم من واقعا یکی از بیس رای زندگی این بود که تو اون دایره را... چیز باشم اصلا گارد نشه باشم یعنی کی رام یا رو چی کار میکنه چه ریاکشنی به حرف من نشون میده یا مثلا کاری که دارم میکنم و چه جوری درک میکنه فکر نمیکنم میگه چی کار میکنم خیلی راحت هم که. من من خیلی بیگای استرس و این چیزا دارم ولی اون اون اتفاق خیلی راحتم که همین که فکر نمی کنم اصلا چه میدونم چه میدونم فکر نمی کنم دارم. با هم حرف فکر نمی کنم اصلا که چی اتفاقی داره میفته چی دارم میگم این چی میگم میدونم چی میگم تو اینجوری دارم این موقعیت های دیگه فکر می کنم که اتفاقا من مثلا یه شوخی می کنم شما جوز میزنید اتفاقا من دارم همون موقعنافر. من جوز میزنم من جوز میزنم این قبول نمیکنم جوز میزنم جوز میزنم اون لحظه میگم یا اینکه مثلا 5 دقیقه بعدش میگم میشه اینجوری نیستم که نگه دارم دو هفته دیگه ببینم بازم سر اون جوز داشته باشم من نیستم من دو تا چیزی که الان گفتیم بودم نه 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 شو مشکل عمیقه الان یه اتفاقی پیش بیاد تو هفته دیگه اومدی اسم نره زب کنی هنوز ای نارتی اتفاقه بسته ای داره که تحلیل شده نه مثلا تو یه شوخی با من کنی او؟ اون شوخی تمومه ولی یه های رفتاری داشته باشی که امروز میبینم هفته بعد هم میبینم دوباره اون رفتار رو میبینم این آره نه نه تو امروز یه رفتار ازم ببینی هفته دیگه اون رفتارم نشه باشم باز ناراحتی چرا 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 دشتون. نه 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 ببینم رفتار رو میبینم نارد میبینم یه چراقی تو روشن میشه چراغ ان <تصفح> <تصفح> در میایی تو هنی کجا دیدی سه تا دیالوگ که شروع امروز سلام میکردم هم. نه 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 اوکی بودم سه تا دیالوگ بعد دیدیم سه شیر چرا سه تا دیالوگ, دیالوگ, دیالوگ سلام چطوری فلان شروع کردی گفتن که این فلان این فلان این فلان یادم به چی گفت تو خوبی اف 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 او اینا هم تو این جا هم جاست نگاه خودتو نه تو این یک کیس واقعا بهترم با خیلی جوز میزه من قبول دارم نگفتنه خیلی زرده آره. اصلا من آسیب دارم میبینم آره. این قضیه خیلی, خود سخته, سخته. تو برعک اک... آخه تو قشنگ ورژن برونگرایی من کیلی درونگرایی نه من برونگرایی نیست داداش دا تو بیرون خوبه نه توی خودمون میندازم بیرون مثلا اینه کس دیگه باشه که یا کیرم نیست یا اینکه تکلیف معلومه میشه میگم توی خودمون میریزم بیرون واسه اینکه واسه مهمه که نه, نه 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 تو با بقیه تو مصاحبه اون رو نگاه کن یهو شوخیای با طرف می‌کنی مثلا من به خودم اشمن به اشتباه میام اتفاقا خوبه من یهو واقعا به خودم اجازه نمیدم با طرف شوخی کنم چرا شما هی فکر می‌کنم که نباید بگم مم. تو وقتی شوخی رو می‌کنی اوکی هم هست تو برونگرایی واقعا اگر مثلا طرف دشمنت نباشه آره برونگرایی اگه آشش باشه اوکی هم آره. همین خیلی ولی اینجوری نبودم آشه. منم من اصلا اینجوری نبودم من خیلی من خیلی ساکت و جلتی بودم حسن بودم توی یه لولی ولی خیلی من اونجوری بودم اصلا خیلی واسه اول دوست بودنم اون یادت نیست چرا یادم خیلی صدام در نمی اومد اصلا من عجیبه چیکار باید کرد واسه حل من درونگرا بودم اصلا دوست ندارم تا نه خیلی بیه... تا یه جایی دوست دارم و... یه جایی که آسیب میزنه خیلی دوست دارم نمیدونم من من همینجوری به هم نم آره تراپیست که تراپیست ولی من با هم صحبت میکنیم همین که این مشکلات با صحبت کردن هنوز میشه حل کرد خیلی من نگران موقعی هم که مثلا قدبازی به این اضافه شه چی میگم یه حرف گوش نکردم بشه اون موقع بگاهی میشه آره. بعد امکانم داره اتفاق بیفته این آره. کیریه ببین آره. چی میگم سنم دارم میره باشه چیز این راجعه دروغ گفتم به خود من یه تیکه گفتی میخواستم اونجا اینو اضافه کنم چیست؟ همین راجعه به اقرار کردن به چیزی که توش مشکل داری مثلا میگم یه نیمه تاریک وجود هست همه دارک ساید که تو تویش داشت یکی میدید برایش گفت داد تو اصلا میدونی دارک ساید چیه داشت کی نمیدونی دارک چی؟ چیه چه نکته یه اصلا فکر کردی میدونی چون چی نمیدونی کلن یه دارک سایدی هست که یه سری حسای خبیسانه توش هست مثل حسادت مثل دروگوی مثل چه میدونم اصلا یه همون نگاهیده من واقعا دارک ساید من آوردمش رو برایت ساید یه سری این چیزا هست که تو ناخودآگاهت اینا رو نفی میکنه میگه که نه اینا رو تو نه تو حسود نیستی تو حسود نیستی چرا چون اگه اعتراف کنی تو ناخود خودت اعتراف کنی به اینکه حسودی انگار فود دوچر فروپاشی میشی خب خیلی مهمه که به خودت دروغ نگی اگر حسودی اینجا مثلا حسودی میکنی به خودت نیازی نیست بریزی بیرون به خودت بگی که آقا من اینجا حسودم وقتی قبول میکنی که حسودی و دروغ نمیگی به تازه میتونی حلش کنی م. ولی تا وقتی که بگی نه من حسود نیستم نه بابا حسود چیه حسود چیه اون مشکل حل آره، آره، آره. اینو حواستون باشه اگه یه جایی میکنی کنی طرح اولی مرحله حل مسئله است آره کن چی یه مورد خیلی خوشبینی خوشبینی بود که گفتیم و چیز چی واسه میگی فکر شدن فکر شدن اسشیه ستو ببینیش کی میخواد ادیت کنه

ما چهارتا بیکار رو بودیم اونجوری ادیتی کردی چهارتا کردی میزدم اصلا نیمون چیز داشت یاد میگرفتی می اون موقع اون موقع دوره ای بود که واقعا داشتم تمرین هم میکرد. آره این رو همون تمرین میکردی موزیک ویدیو میزدی بازه ویدیو چیزه را که ما چهارتا رو یادیم چه قبقه مشتی داشتم اون دوره نیمتیق هم بودیم آره خیلی دارن عجیب لاغرم آقای قبقه پوست اینجا میجوری خیلی کلا همه فکر کنم با نوزاری تیست کردیم هیچی نداشت تو جمع رامتی نداره تونش نش تو داشتی آره همه دارم بابا رامتی خیلی لاغره رامتی چند کیلو الان 70 60 کوچاق شده اونس خب یه موضوعی داشتیم راجع به غرق فکر شدن که یه سری چیزا هست که خیلی لینک میشن به هم غرق فکر شدن سلف تاک های مختلف اینر دیالوگز مختلف چه میدونم که مایند کلریتی و برین بهش میگن مهی داره. که تو مغزت هست نمیذاره روشن فکر کنی نه خیلی در رابطه با هم دیگه من جدیدا دارم بیشتر این سمت مایند دارم سرچ میکنم که باید چیکار کرد بهترین خب. راهکاری که واسش هست نوشتنش ذهن وقتی شلوغه یکی از راهکارهایی که میتونی خلوت کنی ذهن ذهن بیشتر واسه کارهایی که قراره بکنی کارهایی که نکردی و اینجور چیزا یعنی این سری دق اون شکلی هست باعث استرابت میشه رو کاغذ آوردنش تقویم کرده واسه همینه رو کاغذ آوردن فکر کنم یه س... کمک خیلی آره. بزرگی میکنه ببین که آقا تو میدونی امروز فلان ساعت مثلا اگه بتونی ساعت بزنی که خیلی خوبه فلان ساعت تو قرار این کارو کنی دیگه هی بهش فکر نمیکنی که وای یادم نره یادم نره, یادم نره. این کارو کنم یه چیزی که بعد ورجوی راجب اعتماد راست ما دیروز داشتیم حرف اونجا نگفتم یادم رفت تو دلوشو چه منتظر قسمت 5 باشی راجب اعتماد راست خیلی هم باحال شد پادکستش با یه چیزی که اونجا نگفتم اینر دایالاگز بود من خودم خیلی بهش فکر کردم یه جایی که داری میری مثلا مطب دکتر اونجا یه سری آدم متخصص و خفنه دکتر که مثلا دکتر پوست تا من نرفتم خب نمیدونم بر... کجا باید بشینم چه, چه جوری ماینه مثلا یا دندون پزشکی هر جایی یه جای جدید که میخوای بری و هیچ اطلاعاتی راجبش نداری اطلاعات میاد پایین این اینر, اینر دایالاگز خودت قبل از اینکه بری اونجا خیلی مهمه که جهت بدی بهش مثلا حالت عادی اینه که خب من که ریدم جای جدیدی که دارم میرم هیچ ازش نمیدونم یه سری آدم متخصص و, و خفن این تو هستن قرار برینم قرار سوتی بدم و فلان این که کنترلش کنی قبل از ورود به اونجا هم خیلی کمک میکنه م. من چند بار تمرین کردم اینو تو مسابقه هم تمرین کردم مثلا تو مسابقه استرس تمرین نداشتم استرس میگرفتم ماشین قرار برم برینم و اینا بعد دیگه کنترل میکنم کست خب این همه ست داری. یه خورده مثلا درست درست بزنیشون فلان میشه ببینم خیلی تمرین کردنش مهمه خلاصه من این چی فکر کردم کردم من یعنی نمیدونم رو چه حساب ولی از مثلا دبیرستان یادم این کارو میکردم مشوا نمیتونم بخوام من فکرم مغزم مثلا من چم از شلوغ ترین چیز تاریخ بکنم مثلا یه عالمی چیز میز نوشته عکس فلان فلان یه برق آچار تصور میکنم ورق آچار سفید بعد میخوام آه مورخا خم... یعنی مورخا آره. سال ها فکر سال،, سال این کار میکنم مثلا. جدی آره 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 همیشه یعنی مثلا اون کلمه های شروعی که تو صفحه میبینم پاک میکنم همش رو بعضی موقع مثلا یه ای اولش میذارم مثلا اینکه خالی خالی نباشه آره بشه شید. نه جدی میگم واقعا جدی میشم باورد سخت اجا اگه من تیمارستان نمیبرین جدی میگم یه برق سفید لابلای اون شلوقیات هستم برو میکنم به اون تمرکز میکنم آه هم نه استرس هم کم میکنم ای کوچیک انگلیسی چه فونتی ایریل چیز نداره اون بالای اینو نداره اینه آها فکر من من از خانه میرم میشمونم میشمونی گوسنشا ولا من شلوغ‌تر میکنه ذهنمو آره این درگیر داستان میشم که هی گوسفنده رو تصور کنم بعد هی میخوام متنوع تصورش کنم بعد تنوع گوسفنده کمه آره بدون مو مشکی سفید که گوسند صورتی شاخت دار بدن 27 تا ترکیبشون کم میشه آره تمام میشه گوسفند کنسله خب من گفتم جوزه کوسچر تو تو هر بود یه ویژگی کوسچر منو بگی گفتم دیگه نه دیگه دیگه اون که کوسچر اون که وسط طرف فریدن وسط طرف فریدن تو اسناره خیلی اوکی شده یه حل شد دیگه آره. آره. اصلا اسناره خوش میگذره من گفتم دو گفتی اسنار نگیری من گفتم بگیریم باز آره. بس همینه که تو اسنار همینه اوکی. دنیا از صورتیه س... س... <تصفح> خب بگو وسط طرف فریدن چیه وسط چی؟ مشکل چی مشکل ها اوکی وسط طرف فریدن از نظره <تصفح> نه 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 دیگه نیم پرم نیگه نه <تصفح> میگی مشکلت کجاست هست وسط طرف فریدن حل شده دیگه نه مشکلی که بروید داره نه بروید واقعا هم حل شده کس چنگو داشته میبینم اتمن من هفته کلا یه روز می‌بینم خب یه روز دیگه دو ساعت هست نرست بقیش خواب بیدار یک ماه یک ماه من دو روزشو خوابیدم اینجا بزرگ نمایی هم یکی از مشکلاتی که الان گفتی مبالغه حرف بزن مشکل بگیر حاجی نظر تا فیک کردن تو رب چیه چون فکر فیک فیک چی کپ کپ کردن اوکی دیگه من میگم اوکی دیدن یه سری داستان تعریف کردن اوکی یعنی دورم نریسین داستان تعریف, تعریف, تعریف کاره تمیز تعریف مشکل کپ مشکل کپ کردن توی یه جایی که مشکلی جات میشه به نظر من اینه که تو تلاش یه داستان رو تعریف کنی که انقدر ازش چیزی که هی جزئیاتی رو ازش نمیدونی و فقط در حد یه سریال دیدن داری تعریف می‌کنی میگم جذابیت داستان واسه این من جاییه که مثلا جذابیت داستان واسه من مثلا جیهرویی که تو اون فضا بودش آشناست و یه جزئیاتی از اون فضا میتونه بیان کنه و تصویرسازی رو میتونه از یه لنز منحصر به فردی انجام بده که کسی که خارج اون داستان بوده و اصلا هیچ ایده ای نداره نمیتونه این کار بکنه اونجاست که واسه من مثلا خود کپ کردن مهم نیست خود یعنی اگه یه نفر کاملا دروغ خیلی از آرتیست هستن که این کار میکنن چه تو دنیا چه تو ایران ام... اه... یه آره. صرف مشکل نیست دقیقا اینکه تو بتونی اون کار رو جذاب انجام بدی فقط مثلا آفاری. اون داستان رو بتونی به شیوه جذابی تعریف کنی آفاری. صد درصد وقتی توی یه داستانی بودی اون داستان همی سر جذاب آره، آره. تعریف کنی آره. بیشتری آره. آره ولی وقتی اون داستان رو فقط از دور دیدی میتونی فقط یه کوچولو آره. در روش حرف بزنی اینجا مشکل آره. وجود میاد یعنی تو خروجی مشکل تو خود نفس داستان مشکل نداره توی داستان سرای ولی داستان سرای بدی میتونی باشی داستان سرای خوبی میتونی باشه آره. این وا... آره همین واقعی بودنی که وارد قضیه کردن به نظر یه آسیبی که میزنه اینه که ما اگه بدونیم میدونیم که رپرایی هم که اتفاقا مثلا چون جانم... گانا مثلا گانا شوتر اون کیپ نبود میشه میگم عضو اصلی اون کیپ مثلا قاتل اون کیپ نبوده ولی تو اون جمع مثلا میگم ده بار اصلا بوده م. خب چهار تا چیز دیده اون که میتونه کامیونیتی تا. بوده اصلا مثلا من بحث اینه که مجرم ترین آدم اون کیپ نبوده آره درست میاد میگه من مجرم ترینم ولی آره مثلا جوت واقعا آره واقعا آره. مجرم ترین نبوده یعنی در در چی میگن تو واقعیت خشن ترین آرتستی آرتستی هم که میشناسیم یه خورده کپ تو کارش داره مثلا مبالغه آره. جوره کار هنریه مثلا اوکی کاملا بعد اه... کپ بودن باهم. می میکی بده موقعی که تو داستانی رو تعریف نمی کنی. ام. داری مثلا راجب خودت صحبت میکنی و بعد اصلا شیلی شیلی مثلا ست تا فالو داری مثلا مفهوم ترک دینه که آره من یک بیل بردم آره, آره این خیلی بده خیلی آره کپ کردن بی دلیل کوسشر کپ کردن که صد کپ آره تا میشنی میفهمی بابا چه کوسشری داره خیلی بده آره. آره. واقعا ترک شلسی میشنیم دیگه ترک میاد 5 تا داره آره. میگه مثلا ترک میدم هیت به هیت خدای خدا. رپ ایران خیلی کپه بس خدای رپ ایران بس یه بحث جالبی که توی موضوع هست اینه که تو با موزیکی که گوش میدی مثلا با رپی که گوش میدی گنگ رپی که گوش میدی داری یه بعدی از وجودت که خالیه رو پر میکنی دیگه در نفس قضیه این یه میلی به گنگ بودن و اون ماشو باشنم. بوده دوست داری اون تصویر ماشویی که تو موزیک داره ارائه میشه رو رو خودت بندازی آره دقیقا تو مثلا دوست داری اون باشی ولی واقعا دوست نداری بری آدم بکشی با موزیک اون و پر می‌کنی یا مثلا این نکته چیه نکته اینه که اون آدرنالین جذابه مثلا یعنی چه تو داری یه جرمی انجام چه ای کار جذابی انجام میدی اون آدرنالین جذابه خب اون حس جذابه و اون حس وقتی توی یه شرایطی میتونه بهت انتقال پیدا بکنه که هیچ تبعاتی با ساعت نداره آفالی. به تب مخاطب پیدا میکنه وقتی تو تمیز اون داستان رو بگیرسن کیوان با قاتل سریالی بودنش یکی از بهترین داستان سرهای بود که ما تو رپ معاصر داشتیم واقعا این با یه جزئیاتی داستان رو میگفت که تو اگه اون آدم اونجا نبودی نمیدونستی واقعا همین تو همه چیز مثلا تو کمدی نگاه میکنی اون بود خندیدن پرشه سریال مثلا فیلم لاو و درام و چیزا نگاه میکنی اون بود احساسیت پرشه همه همه داریم این کار میکنیم از این لحاظ کاملا اون که تو واقعا نیازی نداری که اون آدم قاتل باشه تا بتونی حرف جوش کنی نیاز داری که با اون بود تو تو رو پر کنه همین حالا میخواد خوب ای خوب چاپ کنه هیچ مشکلی خلاصه نیست حرفایی که داریم میزنیم یه <تص> سری از تابو شکنانه ترین آره آره گوست رایتر و کپ و اینا ایددار... با ملت خیلی یعنی خیلی هنوز استیگمای غلط از دوران قدیم رپ فارسی و کلا رپ دنیا باقی مونده توی سن توی آمریکا تو همین وضعیت یعنی مثلا گوست رایتر ها هنوز یه بحث زنده است یا یعنی مثلا کپ کردن یه بحث زنده است کسی نمیخواد بهش اعتراف کنه ولی توی اون فضا وجود داره صحبتش آره. اه... میگم نگاه مختلف وجود داره هر کدوم هم یه توجیه واسه یه حرفشون دارن صد درصد ولی بازم میگم چیزی که جذابه در نهایت خروجیه آره واقعا خروجی مهمه نه نفس کار جز... الان چهار خیلی گوش میده دورچه ایترک دور دورچی گوش میدم تا یه چند هفته پوبون فعال کرده پوبون, خیلی من این سینگل تکراری که دارم میدارم دوست دارم هیچ وقت فکر نمی‌کنم درام بیس گوش کنم مخصوصا سن هم داره میره بالا معمولا میری سمت موزیکای شولتر آره. آروم تر دی درام دارم گوش میدم خیلی تمیز پروژه کلا ملودیک تری خیلی دارم من مثلا تو ملودی صحنه به یه دونه هاردکور رپر جدی نیاز داره جوون حدودی داریم سجاد شاهی راست جز آندرریتد نگفت دقیقاً سجاد من به نظر پات لای پای چرا جون سجاد به نظر خیلی پتانسیل داره سجاد خیلی یه هاردکور اپر خفن دیگه کاش باحاله آره سجاد شاهی چه گوش نمی حتما گوش بکنید چیز دیگه کی هاردکور اپر به نظر میتونه تو سنه باشه امین میتونه باشه آره همین دیگه خیلی داره میره سمت لایت شدن اصلا نباید این کارو کنه مثلا میدل لیچ میخونه تا ولنتاین من هاردکور ترشو خیلی دوست دارم خیلی دوست دیگه ممزی جفتش با جفتش با ملودیک خوب ممزی ممزی داره ممزی مسیر خودشه آخه از... تگ ریوینج اون جدیدن قفلی زدم داره دیگه خیلی اصلا چرا قبلا گوش نمیدادین ریوینج اصلا کجا بود اصلا کولد نایت هاسل تا صبح واسه بنز اصلا موسیقی درونی داره فرنز پول در میاریم وقتی نیست سوبر هاردکور رپر آدرویت میتونه باشه هاردکور رپر خوبی اون میشه ترپ میتونه سجاد سجاد بتنگ گزینه سجاد واقعا بتنگ آره سجاد سجاد یه مقدار این رنده کردن تو که ترکاش به نظر من کم ترکونه خیلی و تفصیل آمه راحت تر جذب میشه آره، آره،, 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 آره. رنده کردن شبیه کاریه که قدیم ما شنیدیم کار جدیدش نیست آره، آره،, آره، آره. مثلا این ترکی هیتمنش من تیکه اولشو خیلی بیشتر از تیکه دومش دوست آره, داشتم آفره. به طور خاص بیشتر آره, آره. تیکه اولشو واقعا من تقریبا هفته ای سه چهار بار گوش میدم آره. حداقل بهم چیز میده بهم وایب خوب میده بهم اعتماد بدن بهم, بهم چی می... انرژی میده بهم باد میکنه آدم آره. خیلی خب بچا تمام ها یه سوالم دیگه یه سوالی هم داریم دوره 18 تا 25 که بچا پرسیدم راجع بهش حرف زدیم قبلا سال سن دوره 18 تا 25 میگه اشغال کنیم به کار من خواستم یه توصیه کنم خیلی روزی شب ما اشغال کردیم خودی ما اشغال کردیم اصلا شما یه سرچ کنید اشغال در دسترس رس خونه اشغال کردیم سرچ که بزنید تو یوتیوب پر ویدیوهایی که I waste my مثلا همه کل دنیا هیچ این آدمی زاد اینجوری این ساخته نشده که سن 20 سالگی به آینده فکر کنه این دیگه علی ترشی رو <applause> نمیدونم اون چه جوریه پشیش من واقعا پشمان میریزه تو یه سنی پشنشون رو انقدر سفت پیدا ای تو این سن پشنشون رو انقدر سفت پیدا کردن چست بیدن اصلا اون پشن چیه؟ اون سن من بریکینگ رو داشتم ها ولی خب فکرم این این اینترنت ما ایژوکیشن همون ما کجا نوازم یاد بگیریم چی دوست داریم اینترنت هم دایالاب بود اون زمان ولی آره میخوام که اصلا آدمی اونجوری طراحی نشده که 18 تا 25 کار فکر کنه اگر تو این سنی این سوال واسات پیش اومده اول اینکه خوشبین باش نمیگم اشغال نکن واقعا نمیشه بدون اشغال زندگی کرد مخصوصا تو اون سن ولی من اون سن بودم یه بخش زیادی از وقتم سرمایه گذاری میکردم توی یه چیزی که امیدوارشم تو بلند مدت آره. بتونه در مزایای برسه یه امتحان کردن تو اون سن نظر خیلی مهمه تو تو اون سن هم انرژیت خیلی بالاست هم واقعا اعتماد نفست بالاتر از جده. یه نمودار بود اعتماد به نفست بر اساس گذر سن چیز میزد در میزد سر میان سالی آره سر میان سالی اعتماد نفست میاد پایین از هر نظری حساب کنی اون سن سن خوبی بود امتحان کردن کارهای مختلف که ممکنه در به کمکت بیاد بعد اشغال اگه هم زیاد آجی... هایی... بچا اشغال کنیم ولی آره, آره. باباتون هم میتونید کارو باباتون هم ادامه بدید به آره. یه چیزی راجع به اشغال بگم که حواستون باشه یه بگایی ندید که توی جمع کنی در آینده یه ها مثلا تو یه جمعی بری و به بهونه اشکال تو هر جمعی بری و گیره اتفاقی میفته آره. که آه، 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 پاتو تو بگیره یه حرفی دوباره اینجا بزنم بعدش شما کنیم به اپیزود من خیلی تکرار کردم تکرار کردنش واقعا میارد که دنبال جا دادن خودتون تو جای مختلف نباشید بذارید پیدا کن یا اون شما رو پیدا میکنه خودتون رو میگه. این خیلی جمله مهمی بود واسه اشکانی بچه ها دمتون گرم میبینم اتون بیگست بر منتظر یه مصابه باشین خیلی مصابه